بینندگان عزیز، با سلام به شما. امیدوارم که اوقات خوبی در انتظارتون باشه و با هم بتونیم دقایقی صحبت کنیم، کلکل کنیم، گفت و شنود داشته باشیم. متاسفانه امروز دچار اشکال شدیم و نمیتونیم تصویر خودمون رو به صورت زنده به شما نشون بدیم. عیبی هم نداره دیگه، این رادیو تلویزیون های ایرانی، بارها گفتیم اینها رادیوهای تصویری هستند. و اما اجازه بدید که همین اول برنامه من از دوستانی که لطف کردند در مورد 3-4 برنامه گذشته انتقاد کردند و گفتند که این فیسبوک واقعا داره برنامه ها رو منحرف میکنه، تشکر کنم و تلاش میکنم که برگردونم برنامه ها رو به همون حال و هوای سربی با مردم، چون اون برنامه چیزی هست که شماها طی 20 سال گذشته نشون دادید که مورد علاقتون هست و من هم نشون دادم که میتونم به خوبی از عهده اجراش بر بیام. همینجا جا داره از دوستانی که من اون روز عصبانی شدم و از به اصطلاح فیسبوک اخراجشون کردم عذرخواهی کنم، به شرطی که خود اونها هم فکر کنن که آیا اونها هم کارشون اشتباه بوده یا نه. در هر صورت بعضی وقتا میگه عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. البته در مثل مناقشه نیست و این دوست ما آقا مجید، گفتم چندین مجید داریم، اون مجیدی که اخراج کردیم و بعدم برش گردوندیم دشمن ما نیست و دوست ما هست، دوست جوانی هم هست. من بعد از برنامه باهاش تماس گرفتم از طریق همین تکست و فیسبوک و همین اوضاع و احوالی که داریم و ایشون هم لطف کرد، راهنمایی کرد و راهنمایی هاشم به جا و درست بود و من از امروز قول میدم به شما که این برنامه سربی با مردم رو اولا تبدیل کنم به 60 دقیقه با سربی. اگه مهمون داشتیم اون قسمت 60 دقیقه بعدش که از ساعت 3 شروع میشه، یا دوستمون از خلیج فارس برنامه عقل بشر رو به اصطلاح ارسال میکنه و ما پخش میکنیم، یا مثل امروز که قراره با آقای خسرو بهرامی صحبت کنم و اینها، بعد از 60 دقیقه برنامه رو ادامه میدیم. بعد در رابطه با صحبتهای اون دوستان هم به اصطلاح صحبتی میکنیم و میریم تا برنامه به اصطلاح برسیم به 90، این مسابقه فوتبال. در لحظه‌ای که رسیدیم به دقیقه 90، اون وقت میایم سراغ دوستانی که توی فیسبوک هستن. اگر کسی چیزی نوشته بود جواب لازم بود جواب میدیم، اگر هم فقط نظرشون بود تشکر میکنیم و میریم دنبال کارم. و یک چیزی به اصطلاح پیدا شد وقتی که من با این دوستم صحبت کردم، اینها گفت که آقا وایس آف امریکا اینجوری، بی بی سی اینجوری، مردم میان مینویسن و میرن. گفتم عزیز من، اونا حقوق میگیرن و حقیقتا شوخی هم باهاتون ندارم، مثل کیندرگاردن که بچه ها رو سرگرم میکنن، اونا اونجا هستن، شما هم این ور نشستی، اونا شما رو سرگرم میکنن، بعدم حقوقشون رو میگیرن میرن دنبال کار و زندگیشون و اونجا دفتر و دستک دارن، 10 نفر این برنامه رو چیز میکنن. و بله، دلیلی که آقای نمیدونم مهدی فلاحتی جواب نمیده یا نمینویسه اینه که اون اصلا ممکنه تو اون اتاق نباشه، نبینه. ولی من رفتم پیدا کردم و فیسبوک وقتی که لایو پخش میکنی یه آپشن یا یه گزینه‌ای داره که شما میتونی کامنت ها، یعنی نظراتی که مینویسن، ایموجی، اون صورتکایی که میفرستن و اینها رو نبینی و خیلی هم راحت شده. دیروز امتحان کردم، امروز صبحم حتی امتحان کردم یه چند تا آهنگای آقای شاهکار بینش پژوه رو که ازشون هم انتقاد کردیم، گفتیم ایشون به نظر ما هنرمند نیست و یک بیزینسمنه، حتی میشه گفت یه شیادیه که از
زحمت دیگران، آقای منوچهر سخایی فوت شده رفته ولی ایشون آهنگش میخونه. آقای گلنراقی اون دوست خوبمون خانم نیر گفت اون آهنگ مرا ببوس گلنراقی است. البته میدونید گلنراقی نیست که آهنگساز بوده و اینها. در هر صورت و چی میخواستم بگم، خدای من، آهان، اینا همه رو هم امتحان کردیم ولی وقتی که ساعت معمولا 1:50 من دیگه آماده، دوش گرفته، کت شلوار پوشیده، امروز اتفاقا کراوات هم زدم و گفتیم حالا که ما موامونو تراشیدیم دیگه با پیرن و تیشرت و اینا هم بیریم دیگه میشیم مثل زندانیای ایران و این ماجراست. و اما امروز نمیدونم فیسبوکم ما رو کله پا نشون میده یا 90 درجه چرخیده، اب نداره دیگه، یه عکسی، حالا من یه عکس براتون میذارم این زیر، شما اون عکس رو نگاه. و اما میگه که سربی هنوز یک قرار شد نخونیم روی صفحه فیسبوکم، اگر چیزی آمد و من اینو بچرخونم این ور که اون پیاما برای من نیاد، یه آپشن داره میچرخونیش دست راست و وقتی چرخوندیش دست راست بذارید من این فیسبوک رو یه خاموش روشن کنم دوباره بیام. شاید حالا دوستان میگن آقا تو هم الان گفتی کاری به فیسبوک نداری، ولی خب اینجوری هم واژگون شدیم، بله دیگه، بذارید خاموش کنیم و برگردیم. یک دقیقه اجازه بدید. این از این، چرا این جوانهای فیسبوکی اینجوری میکنن من نمیدونم. اینو میزنیم پست، بعد میایم لایو، بعد میایم اینجوری، بله مثل این که درست شد. حالا ببینیم دیگه دوستان هم اگه به ما بگن ما متوجه نمیشیم که درست شد یا نشد، ولی مهم نیست. خب برای دوستان کم حوصله مثل ترامپ که میگه مثل ترامپ، مثل پتی که همون اول میگه آقا به من بگو امروز میخوای راجع به چی صحبت کنی من ببینم وایسم به مزخرفات تو گوش بدم یا برم دنبال کار و زندگی. امروز میخوام درباره ترامپ صحبت کنیم. ویدیو اپلود یا ویدیو هست فینیش بابا نمیخوام اپلود، خدایا من نمیدونم چرا اینا اینقدر. بله درباره ترامپ میخوایم صحبت کنیم. دو سه روزه این مسئله IQ یا ضریب هوشی خودش رو هی به رخ وزیرای خودش، وزرای خودش میرسونه. خدا وکیلی این من رو درست یاد شاه میندازه که روزی که این وزیرها رو انتخاب کرد گفت من از بهترین ها، از باهوشترین ها انتخاب کردم. حالا که باهاشون دعوا شده میگه من حاضرم مسابقه IQ یا ضریب هوشی بذارم. ضریب هوشی و IQ و اینها مال جوونا و بچه‌ها هست که یه جایی میخوان استخدام بشن، یه جایی میخوان کاری شروع کنن. اینها بعد از یه سنی که گذشت دیگه کسی نداره کاری به ضریب هوشی، دیگه همینی که هست. در هر صورت از این پریشان حالی آقای ترامپ میخوایم صحبت کنیم. بعد از این ماجرای هالیوود و ماجرای سکس، تجاوز، دست درازی اینهایی که قدرتی دارن، پولی دارن، از اونا صحبت کنیم. از آقای M&M صحبت کنیم، خواننده جوانی که با وجودی که سفید پوست هست ولی آهنگای رپ میخونه، آهنگ رپی که تا چند سال پیش فقط منحصر به سیاه پوستان بود و اینها، و امروز آهنگی پخش شد که توی اون گفتن که این به ترامپ شدیداً حمله کرده و به اصطلاح تمام مواردی که این چند روز گذشته ترامپ رعایت نکرده، یه چیز بدی گفته، مسئله سیل و طوفان و الان آتش سوزی در کالیفرنیا، همه اینا رو به یاد خدا ول کرده، از بس خودش مصیبت و مشکلات جدید درست کرده، همه اینها رو این آقای M&M در این 6 دقیقه آهنگ و موزیک گفته. و اما بارها حتما شنیدید که من میگم این دوستانی که در زندان آخوندها هستن، خب دیگه اعتصاب قضا میکنید برای چی؟ شما که میگین اینا خوراک به ما بد میدن، رفتارشون بده، بعد به جایی که خودتون رو قوی نگه دارید شما میاین خودتون رو هم ضعیف میکنید. این که نشد. و اما من از اون دوستمون آقای مجید سوال کردم که دوستی که میخواست با ما صحبت کنه کی بود؟ گفت اسمش آزاد حیدری هست. آقای آزاد حیدری با ایمیل با من تماس بگی که با اسکایپ به اصطلاح
آیدی همدیگر رو داشته باشین. من دوشنبه یک مهمان بسیار خوبی دارم، ساعت 12 ظهر به وقت کالیفرنیا، نه ببخشید، به وقت کالیفرنیا 12 ظهر، با اون دوستمون از خلیج فارس هستیم، ساعت 11 صبح به وقت کالیفرنیا، همون اول برنامه ما 2 بعد از ظهر به وقت واشنگتن. و اما آقای آزاد حیدری، اگر صحبت‌های منو میشنوید، با ایمیل، آدرس ایمیلمونم الان اینجا به شما نشون میدم، USA خیلی ساده، آمریکا، USA یه دونه نقطه، که این USA با سوربی قاطی نشه، سوربی هم لوس نشه، آمریکایی نشه، سوربی SORBI @gmail.com، و به قول آمریکایی‌ها we will go from there، یا ما، شما این ایمیل رو بفرست و ما از اونجا به اصطلاح میدونیم که کجا باید بریم. و اما امروز درباره این سید دیوانه صحبت میکنیم که دوستمون، اون دوست دیگمون آقا مجید گو آقا درباره این سید دیوانه صحبت کن، و ما قدری صحبت کردیم. گویا در تهران شیشه چند بانک شکسته شده، در ورودی یک مسجد آتش سوزی را انداختن، و متاسفانه شهربانی 2-3 جوان بیکار رو گرفته. حالا ببینیم این آقای سید محمد حسینی دیوانه آیا برای این جوانهایی که گرفتن، که همه ما میدونیم اینا رو که گرفتن الان شکنجه و نمیدونم تجاوز و دادگاه و بیچارگی خانواده هاشون، حالا این شخص بیکار بوده، درآمدی نداشته، کمکی به خانواده که نمی کرده هیچ، حالا خانواده باید بیاد چیکار کنه، دادگاه و مخارج و زندگی و فلان اینها. میخوایم ببینیم آقا این آقا هیچ کمکی به اونها میکنه. و یه چیزی یادمون باشه دوستان، من زمان انقلاب مأمور حکومت نظامی بودم توی نیروی ویژه شهربانی شیراز و هوابرد شیراز، چون حکومت شاه به اصطلاح نیروی به نام مبارزات خیابانی و اینها نداشت، هیچ وقت فکر نمیکرد که مردم اون کارو میکنن، از این ور ارتش قوی ساخته بود برای دشمن، از اون ور شهربانی برای شهر، ولی مثل آخوندا اینجوری خودشون رو تا با چنگ و دندان نمیدونم مجهز کنن، این کلاخود و این نمیدونم موتورای مخصوص و این ماشینای آب پاش مخصوص و اینها نبود. وقتی که خوردن به اون بنبست، اومدن شهربانی رو، که یکی از اشتباهات بزرگ بود، شهربانی رو با ارتش، یه قسمتی از ارتش، یه نیروی ویژه به اصطلاح درست کردن و گذاشتن اونجا. بنده جز اون نیروی ویژه بودن در شیراز، و ما شبنامه ها رو، خب بالاخره میدونید وقتی که برنامه اینجوری هست، هم اونایی که انقلابیان جاسوس دارن توی ارتش، هم ارتش و شهربانی جاسوس دارن بین اونها، و اینها می آوردن شبنامه ها رو می دادن. اولا یکی شبنامه ها در خونه ها توی خیابون پخش می شد، همینجوری رو ماشینا بود و اینها می گرفتیم، ولی بعضی ها زودتر می آوردن می دادن، و ما تو اون می دیدیم که مثلا همون موقع هم گفتودن که پولاتون از بانک بکشید بیرون، سر کار نرید، مدرسه ها تعطیل و اینها. ولی من هرگز ندیدم یکی از این احمقا بگه برید با سنگ حمله کنید به مدارس، برید با سنگ حمله کنید به نمیدونم جاهایی که مثلا بیمارستان و اینها. و دیدیم که اتوبوس آتیش زدن، بانک آتیش زدن، خیلی هم به خاطر اینکه بیان یه چیزی بدزدن و ببرن و اینها، اومدن شهربانی رو گرفتن، کلانتری ها رو گرفتن اینها. و یادمون باشه اگر امروز میبینم که زیر این نوشته ها نوشتن آقا ما را نصیحت نکنید، مگر اینها هر کاری دلشان میخواد انجام نمیدهند، خب ما هم هر کاری دلمون میخواد باید انجام بدیم و اینها، من یه سوالی از شما میکنم، مگر اکثریت من و شما نگفتیم که شاه اگر قوی بود باید با اینها مبارزه میکرد، چه در داخل، چه در داخل ایران و چه در خارج؟ منظورمون از خارج چی بود؟ منظورمون از خارجی بود که یعنی مثلا به صدام حسین میگه آقا سر این خمینی رو بکن زیر آب،
منظور اون از داخل چی بود؟ این بود که اگه یکی از شلوغ میکنه اولی رو بگیر، یه جوری هم پدرش رو در بیار که درس عبرتی بشه برای دیگران. اینو قبول دارید یا نه؟ اگه قبول دارید، به نظر شما امروز اگر این آخوندی که بختیار رو میکشه، فریدون فرخزاد رو میکشه، ابوالقاسم رحمانپور بود که بود اینا رو میکشه، آمد و زد این آقای سید محمد موسوی رو تو کالیفرنیا داغون کرد، اون وقت شما چی میگید؟ خب آقا این اعلام جنگ داده به اونها، اونها هم اینجوری جنگیدن دیگه، یه پولی میدن به یه کسی، این دیوانه هی میگه که من میگه که 1,000,000 دلار بهش پول دادن که ایران انقلاب کنه. و یادتون باشه دوستان، اینا همون کسانی هستن که میگن آخوند وقتی باهاش در میفتی میاد میره پدر پیرتو میگیره، مادر پیرتو میگیره، خواهرت رو میگیره، تجاوز بهش میکنه، برادرتو به جای برادر میگیره. اگه فردا دیدیم تو روزنامه ها، توی خبرها، اینور اونور آقای فلانی نوشت رفتن برادر آقای محمد حسین موسوی رو گرفتن، ببخشید محمد حسین موسوی نه، اسمش چیه؟ سید محمد حسینی. سید محمد حسینی یه دلغک، یه ملیجک بود در دوره آخوندها. برید نگاه کنید کاراشو. یه آدمی خودش رو تحویل آخوندها داده بود 100%، اونام بهش یه شغلی داده بودن. بعد این فکر کرد که علی آبادم شهر بزرگیه، علی آبادم پاریسه، علی آبادم نیویورکه. بلند شد آمد آمریکا و هیچی نشد. حالا دیگه زده به سیم آخر و این کارها رو انجام میده. شما لطف کنید نظراتتون رو برای من بنویسید با ایمیل. اجازه بدید من ایمیل رو اینجا بهتون نشون بدم یه بار دیگه: usa.sorby@gmail.com. اونایی که انگلیسی بلدن usa.sorby@gmail.com، یا با شماره تلفن 202-695-2573 تماس بگیرید، در 3 دقیقه پیام بذارید. ضمناً خانم ماندانا لطف کردن 2 تا پیام گذاشتن، ازشون ممنونم، ولی چون اطلاعاتی برای خود من بود ممنون و متشکرم. و اگر مایل باشن میتونن، این بار دیگه من یاد گرفتم که چجوری با صدای بهتری با این تلفن ها تماس بگیریم، روزی رو معین کنن من تماس بگیرم ایشون صحبت کنه. در هر صورت نظراتتون رو بگید، به نظر شما چیه؟ همین دوست ما، همشهری ما آقا مجید که میگه من دل خوشی از این سید محمد حسینی ندارم، نظرشو بگه. بگه آقا اگه این آخوندا پول دادن به یه دیوانه‌ای، اینجا شما به یه سیاه‌پوستی، ببخشید الان میگم سیاه‌پوست، به یک آدم خاطی، چون بدبخت سیاه‌پوست هم اسمشون بد در رفته، در هر صورت یه پولی بدن اینو قشنگ برات نفله میکنه. و شنیدیم که میگن دولت ایران به اروپا قول داده که این دست از این ترور مرورها ورداره، ولی دولت ایران که به آمریکا قول نداده. که حالا اگه دیدیم این آقای یه دفعه مثل آقای فولادوند، مثل آقای شایان کاویانی کردنش تو گونی بردنش ناپدید شد، اون وقت شما به من بگید که کی مقصره. و به نظر میاد که این آقای حسینی اصلا از به اصطلاح نوشته‌هایی مثل به اصطلاح کتاب‌های مال دکتر مارتن لوتر کینگ یا هیستوری و تاریخی مثلا درباره گاندی، اون نافرمانی‌های مدنی، حرکت‌های به اصطلاح آرام بدون خشونت، با وجودی که اون طرف‌های مقابلشون می‌زدن، پدر اینها رو هم در می آوردن. بله، در هر صورت این از این ماجرا داشتیم می‌خوندید. اعتصاب غذای هندی‌ها یک ماجرای هست به خاطر زمین و اینها، نگاهی به اون می‌ندازیم. چون اسم هندوستان اومد، یه دوست من از هندوستان برگشته رفته ایران، ازش پرسیدم که اوضاع چیه. گفت آقا اینجا من ترسیدم اومدم،
فکر میکردم من چون دو تا مقاله نوشتم تو فیسبوک و دو تا ویدیو گذاشتم حالا میگیرن منو میبرن اوینگ و آقا اصلا مردم نمیدونید چه کار میکنن و این مردم آماده انقلابن. ما گفتیم اوکی، حالا که آماده انقلابن من یه سوالی از شما دارم، میشه از مردم بپرسی امشب اگر انقلاب شد بدون هیچ کشته‌ای، بدون هیچ صدمه‌ای، بدون هیچ آتش سوزی فردا صبح چی میخواد اونجا باشه و کی میخواد اونجا باشه؟ دوستان روی فیسبوک از من می‌نویسن آقا صبحی شما که میگید این بده اون بده اون بده، ما چه کار کنیم؟ میگم آقا من که رهبر جنبشی نیستم که به شما بگم چه کار کنیم، ولی شما واقعا اگه از من میپرسی من میگم اگر میخوای کاریم انجام بدی باید بلند شی بری ایران، نه به بدبخت پسر بیکار بگی برو آتش بزن بیفته زندان، خودت برو، میخوای آخوند بکشی برو بکش، نه مثل آقای ایمان فروتن بشین اونجا طرز تهیه کوکتل مولوتوف یا مولوتوف کوکتل که به اصطلاح طرز تهیه این آتش سوزی و اینها، نه مثل اون دکتر عرفانی بشین طرز تهیه اینها رو از بغل اقیانوس آرام به این و اون بگو، بلند شید را بیافتید برید اونجا. اون آقای که بحران میان سالی بهش دست داده با وجودی که من بهش نصیحت کردم نکن این کار آقا اشتباهه، ولی بالاخره بلند شده رفته و هی که نزدیکتر به ایران شد هی ترس تو وجودش زیادتر شد و هی برنامهش رو عوض کرد، به جایی که دیگه حتی اسم فیسبوکش رو هم عوض کرد، دیگه شما الان به اون اسم اگه بزنید صفحه جدیدش رو پیدا نمی کنید. و اما ویدیویی گذاشتم دکتر صادق زیبا کلام یک بسیجی را شست و پهن کرد. ماجرای پهن کرد میدونید وقتی رخت می شستن بعد پهن می کردن یه جایی که آفتاب باشه یا می انداختن روی بند تا خشک بشه، این شست و پهن کرد منظورشون اینه. و اما من فقط برای این که به شما بگم، البته اینم تو قسمت فیسبوک بعدن براتون صحبت میکنم، بس برگردیم سراغ ترامپ. ترامپ در چند روز گذشته این بحرانهای خودش و خانوادش و رابطه با روسیه و این فکر نمیکرد، اولا فکر نمیکرد این برنده بشه و برنده هم نشده، چون سیستم انتخاباتی آمریکا یه نوع به خصوصی هست به نام الکترال کالج، این با وجودی که 3 میلیون رای کمتر آورده ولی انتخاب شد، چون رفت دوتا استانی رو که به اصطلاح اونها خیلی عصبانی بودن توی این 16 سال گذشته، اینها تبلیغ کردن و چیزهای دروغ گفتن، دروغایی که امروز که 10 ماه گذشته از ریاست جمهوری این هنوز یه دونش عملی نشده. خب حالا حتی وزیر امور خارجه خودش توی جلسه‌ای که راجع به ایران و راجع به جنگ نورد کوریا و اینها بوده به این ترامپ گفته this fucking moron، یعنی این فلان فلان شده احمق نادان. بعد آمدن بهش گفتن آقا شما همچین چیزی گفتی؟ نگفت من نگفتم، گفت من درباره این چیزا صحبت نمی کنم. دیروز یک مصاحبه یه مجله انجام داد، مجله فوربس یا نشریه فوربس، با آقای دونالد ترامپ. دونالد ترامپ چون سیاست مدار نیست، پختگی اونها رو نداره، وقتی ازش پرسیدن این اینجوری گفته نظرت چیه، گفت این نگفته، اینا دروغ میگن، ولی اگر گفته باشه که من احمقم بیایم با هم مسابقه هوش بدیم و ذریب هوشی. به همین دلیل من امروز یه چیزی به شما نشون میدم که بر اساس گفته های دونالد ترامپ در طی سالهای گذشته ذریب هوشی این نشون میده که از کلینتون پایین تره، از خیلی های دیگه. این مقاله رو به موقعش بهتون نشون میدم، من فقط دارم الان به اصطلاح اینها رو میگم به عنوان سرتیتر. حالا اگه سرتیترمون یه کمی طولانیه دیگه ببخش. و اما دوستان عزیز، شما مریم میرزاخانی رو یادتون میاد یا به دست فراموشی سپردید؟ خداییش همین الان که من اسمش رو گفتم شما یکم فکر نکردید کیه این خبرنگاره؟ آه اون خانم ریاضیدانی هست، ریاضیدانی که
در جوانی به علت بیماری در آمریکا فوت شد، ولی اینجا رو شما داشته باشید که در غمش جهانی به سوگ نشست. اوکی؟ حالا خدا وکیلی از امروز تو هر کشوری هستید، از دوستای اروپاییتون، از دوستای آمریکاییتون سوال کنید، ببینید اصلا اینها هیچ کدومشون مریم میرزاخانی رو میشناسن؟ آیا چه همون چند هفته پیش که ایشون فوت شد اینها در غمش اندوهگین شدن؟ و یا اینکه ما ایرانی ها از بس بهمون دروغ گفتن خودمونم دوست داریم دروغ بشنویم و همه چیز رو اغراق میکنیم. شما این نوشته رو ببینید، نوشته: به یاد مریم نازنین که در غمش جهانی به سوگ نشست. یعنی چی؟ میدونید که من الان سالها این فصلنامه پرژن هریتیج که آقای دکتر شاروخ احکامی زحمت میکشن چاپ میکنن و اینها، این هر وقت به دست من میرسه من تو تلویزیون نشون میدم و به قول آمریکایی‌ها پروموت میکنم، پلاگ میکنم. خیلی هم به من گفتن آقا خیلی ممنون، ما باهاشون تماس گرفتیم و آبونه شدیم، ممبر شدیم، سالیانه پول میدیم و میگیریم اینا. ولی من از آقای دکتر شاروخ احکامی یه سوالی دارم. آقای دکتر شاروخ احکامی، چرا دروغ؟ چرا اغراق؟ اصلا معنی اغراق، exaggeration، یعنی چی؟ یعنی دروغ بزرگ. بله، میدونیم که هر دروغی بزرگتر و بیشتر تکرار بشه قبولش آسان‌تر میشه. به همین خاطر در دوره جنگ هیتلر و ماجرای هیتلر با دنیا، اصلا یک وزارتخونه ای داشتن اینا به نام پروپاگاندا. پروپاگاندا یعنی تبلیغات با سر و شور و اینها. و اگه یادتون باشه میگفتن آقا بی برو اینقدر پروپاگاند برای این اون درست نکن. توی ایران به جای پاپوش را افتاده بود، ولی پروپاگاندا میشه تبلیغاتی که فکر کنم حقیقت نداره ولی صدای بلند داره، انتشار زیاد داره. من دو سه بار با آقای شاهرخ احکامی مصاحبه کردم. ایشون مرد انسان بسیار شریفی هست، اهل خوزستان است، به قول سهراب سپهری اهل کاشان هست. ایشون اهل مشهد و اینها هست. و امروز ازشون سوال میکنم، آقای شاهرخ احکامی، شما توی آمریکا توی بیمارستانی که هستی، نمیدونم هنوزم کار میکنی به عنوان دکتر، از همون دوستان آمریکایی اول عکس این خانمم نشون نده، ازشون بپرس مریم میرزاخانی رو میشناسن؟ اگر تصادفاً یکیش گفت yes I know، ازش بپرس الان غمگینه؟ این جوونم مثل جوانهای دیگه ای که تو آمریکا، من یک همکلاسی دخترم 22 سالش بود و اینایی که میگن دیگه نگین اورینتال، اینایی که به اصطلاح چاینیز هستن، کره‌ای هستن، ژاپنی هستن، اینها که بهشون اینجا میگن ایژن، آسیایی، اینها معمولا از لحاظ سلامتی سلامت‌تر از سالم‌تر از ماها هستن که آمریکایی هستیم، چون خوراک بهتر و کمتری میخورن، ورزش میکنن و اگه نگاه کنید توش چاق هم نیست. 22 سالش بود و چی؟ سرطان روده، مرد بیچاره. اوکی؟ حالا باز برمیگردیم از آقای شاهرخ، دکتر شاهرخ احکامی سوال میکنیم، آقا چرا اینو مینویسید شما؟ به یاد مریم نازنین که در غمش جهانی به سوگ نشست، چرا دروغ مینویسید؟ خب حالا من میخواستم امروز این برنامه رو نشونتون بدم، ولی متاسفانه میگم این به اصطلاح اشکالی که پیش آمد ما الان اونجوری نمیتونیم. میام حالا میخوام بهتون بگم دوستان، این که مردم طرفدار نشریه و روزنامه و کتاب و اینها نیستن برای اینه
و الا تو هم همین آمریکا با وجود که این همه رادیو تلویزیونه هنوز برای کتاب خریدن و برای روزنامه و برای اینها سردست میشن. در صفحه 9 همین نشریه یا فصلنامه آمده به جای نامه به سردبیر، معمولا مردم نامه می نویسن به ادیتور یا مدیر یا سردبیر، ایشون نوشته که یادداشت های یک یار دیگی، ببینید دارید می خونید دیگه، یادداشت های یک یار دیرین هوشنگ بافکر. چه جالب، فامیلی یه نفر بافکر، اگه قرار بود هر کسی رو بر اساس عملش فامیلشو میذاشتن، فامیل منو باید میذاشتن بیفکر. بله، هوشنگ بافکر. ولی باز ببینید چی نوشته آقای شاهرخ حکامی، اسم خودش هم گذاشته اون زیر. نوشته درود بر یار دیرین از ما گریخته که منبر پرهوادار خود را در فیسبوک برپا کرده و نوشته های شیرینش را با دست و دلبازی به همه هدیه میکنه. تا اینجا هیچ اشکالی نیست. من هم رفتم نگاه کنم ببینم این آقای هوشنگ بافکر که این مقاله به این قشنگی رو این آقای شاهرخ حکامی به قول خودش از ایشون دزدیده و اینجا منتشر کرده، مقاله های دیگرش چقدر خوبه. حالا از اینجا گوش کنید و توجه کنید. نوشته من هم این نوشتهش را به خاطر شما خوانندگان عزیز دزدیدم و بدون اجازهش برایتان منتشر میکنم. ولی باز برگردیم، اون بالا نوشته که درود بر یار دیرین از ما گریخته که منبر پرهوادار خود را در فیسبوک برپا کرده. وقتی میگیم منبر پرهوادار خود را در فیسبوک، یعنی اینکه این آقا صفحه فیسبوک رو که باز کرده به دوستانش از طریق ایمیل خبر داده که من این صفحه رو باز کردم، اون دوستانش هم به دوستان دیگه و الی آخر، و یه دفعه به طور خیلی عجیب و غریبی مثلا در عرض 2 روز یه فیسبوک این آقای هوشنگ بافکر مثلا 1,100,000 تا 200,000 تا نمیدونم هرچی که بگین معیارتون چیه، مثلا اون جنبش آزادی یواشکی یه شبه شد چقدر؟ یه شبه شد 250,000 نفر، که بعدن کاشف به عمل اومد که اینا پول میدن، یه جایی شما پول میدی و به اصطلاح لایک میخری یا فرند میخری. خب ما اومدیم گفته آقای شاهرخ احکامی رو ببینیم که این مطالبی که اینجا نوشتن چیه و این منبر پرهوادار فیسبوکی آقای هوشنگ بافکر کدامین است. آمدیم زدیم هوشنگ بافکر، دیدیم به همین اول آقای دکتر احکامی هم اینجا نشسته، اتفاقا این مال 2 سال قبل بوده. ولی دوستان نگاه کنید، معمولا این بالا روی فیسبوک مینویسه که این آقا چند تا دوست داره. مال من نوشته 5,000 تا، مال صفحه شخصیم چون بیشتر از 5,000 تا اجازه نمیده، صفحه تلویزیون مردم نوشته 8,970 تا. و دلیل کم بودن این دوتام اینه که من اشتباه کردم، یه زمانی 12 تا صفحه مختلف این ورور باز کردم. ولی نگاه کنید دوستان، آقای هوشنگ بافکر نوشته 5 تا دوست مشترک دارن. حالا اومدیم پایین ببینیم اینا کیان، این دوستان. دوستان این طرف سمت چپ نگاه کنید، 2 تا از این دوستان خود آقای شاهرخ احکامی هن. یعنی ایشون چون 2 تا حساب داره، 2 بار بذارید باز بیارنش پایین تر شما ببینید قشنگ توی فیسبوک هم اینجا نه دیگه مثل که اینجا بهتون نشون بده. میخوام بهتون بگم دوستان، وقتی که جوانها، وقتی که دیگران به حرفای اینها اعتبار نمیدن، برای اینه. کجا رفتی؟ قرار شد این باشی. آره ببینید دوستان، نوشته فرند، 5 تا عکس، 2 تاش مال خود آقای شاهرخ احکامیه، که یعنی میشه بگی 4 تا. آقای شاهرخ احکامی، دنیا و جهان در غم مریم میرزاخانی به گریه نشسته،
منبر پرفکر پر طرفدار آقا. حالا چرا نوشته یاران گریخته؟ لابد این آقای هوشنگ با فکرم از موقعی که مثلا این فیسبوک را انداخته گفته آقا من 3 ماه وایسم تا 4 تا مقاله که این مقاله ها رو توی روزنامه اینترنت میبینم بعدن این آقای دکتر شاهرخ حکامی برای من بذاره و بفرسه و سالی اینقدر پول بدم، ولش کن نخواستم. بدبختی ما اینجاست. اونی هم که از خراسان، اون موقع من به اشتباه گفتم خوزستان، ایشون اهل خراسانه، فکر کنم اهل قوچان و قوشچی و اینجا باشه و خیلی هم به من لطف داره، خیلی هم من ازش ممنونم. امیدوارم این به اصطلاح انتقاد من رو هم بهش ترتیب اثر بده و توی نشریه بعدیش برای مردم بنویسه، بنویسه من اشتباه کردم، 2 تا دروغ گفتم برای اینکه به اصطلاح تیتر مجله، آخه مجله شما که یه چیزی نیست که مثلا تو فروشگاه باشه طرف این تیتر رو که میبینه بخره، مجله شما رو قبلا طرف پولشو فرستاده، پس این تیتری که مینویسید هیچ چیزی نیست به غیر از بی اطلاعی یا دروغگویی. بنویسید بی اطلاع بودید یا بنویسید دروغ گفتید. این 2 تا مطلبی بود که من درباره این پرژن هریتیج یا میراث ایران گفتم. ولی یادتون باشه دوستان، در آمریکا میگن there is no bad publication یا publicity ببخشید، یعنی هیچ تبلیغ بدی وجود نداره. همین که امروز ما درباره این آقای شاهرخ حکامی حدود 12 دقیقه مجانی صحبت کردیم، 12 تا از شما هم که برن دنبال این پرژن هریتیج و ایرانیان میراث ایران و اینها، بالاخره برای ایشون خوب بوده و ما ضمن این که انتقاد خودمون رو انجام دادیم و گفتیم و اینها چیزم کردیم، برای ایشون هم تبلیغ کردیم. ولی من اون روز وقتی که این آقای دکتر بینش، دکتر شاهکار بینش پژوه رو به عنوان تیتر برنامه انتخاب کردم و گذاشتم، بعد نوشتم برای دوستانی که این برنامه ها رو در بازپخش یا در یوتیوب و اینها میبینن، یه متنی نوشتم به این عنوان: شاهکار بینش پژوه، هنرمندی به اصطلاح نابغه یا شیادی به اصطلاح، بذارم اصلا بخونم براتون، بعض وقت آدم یه چیزی می‌نویسه بعد یادش میره. بعد یه نفر، معمولا اینا هم که میان از اینایی هستن که نه اسم دارن نه فامیل دارن نه عکس دارن، یه نفر به اسم سیروس هخامنش آمده نوشته آقا شما چرا مثل سگ پاچه همه رو میگیرید؟ خب منم فوری اون عصبانیتی که به قول مجید قابل کنترل نیست، نوشتم سگ باباته که سوار مامانت شده، تو طول سگ اومدی بیرون. یکم نشستم با خودم فکر کردم، گفتم سگ حیوان خیلی خوبیه، دوستی سگ، اینجا میگن از قدیم هم گفتن سگ بهترین دوست مرد آدمه، انسان. اون کلمه من که میگن منظورش مرد نی، منظور تو آلمانی میگفت من کن زاگن، یعنی آدم میتونه بگه، منظورش آدم، بهترین دوست آدم هاست. عشقشون میگن unconditional love، یعنی عشقی که بدون اینی که به شما بگه اگه برام انگشتر مروارید خریدی من 1 ماه دیگه دوستت دارم، اگه ماشین بنز خریدی حالا 3 سال دوستت دارم، اگه پالتو پوست خریدی ایام زمستون دوستت دارم، اگه نمیدونم منو شمال بردی ایام تابستون دوستت دارم. کاندیشن، شرط و شروط برات نمیذاره. بعد آمدم گفتم برای این بنویسم که اتفاقا من افتخار میکنم که سگ باشم، چون سگ پاچه دزدها، پاچه افراد خاطی رو میگیره و من افتخار میکنم که اینجا پاچه اینها رو بگیرم. اینم یه چیز دیگه دوستان، نظرتون درباره این چیه؟ هی به هم دیگه بحبه و چهچه کنیم دروغ بگیم، یا واقعا اگه ایرادی در فرهنگمون هست بیان بگیم. صحبت از فرهنگ شد، الان این ماجرای آقای هاروی واینستین، یک آدم کلیمی پولدار توی هالیوود، حدود 30 سال زنها و دخترای جوونی که میان با امید و آرزو میخوان هنر پیشه بشن، وقتی که از هفت خان رستم رد میشن به این میرسن،
این ازشون سوء استفاده میکنه، دست به سینهشون میذاره، کارهای دیگه میکنه و تا امروز 14 نفر آمدن و شکایت هایی پی در پی انجام شده. هنرپیشه‌های بزرگی که اصلا وقتی شما میبینی میگه این تا حالا چرا ساکت بوده، البته بعضی هاشون هم ساکت نبودن. الان آمریکا رسیده به این که آقا ما فرهنگمون اشکال داره، میگه اگر آقای ترامپ میاد قبل از یه ماه قبل از انتخابات نواری میاد بیرون که میگه فلان جای زنها رو میگیره و اونها چون این قدرت دارن و پول دارن هیچی نمیگن و بعد حتی خانمها میرن بهش رأی میدن، خب این فرهنگ آمریکا اشکال داره، درسته؟ و میگه بیاین اینو درست کنی. حالا شما به من بگید آیا کار رادیو تلویزیون اینه که یه نفر مثل مترسک بیاد هر چیزی رو تهیه کننده یا کارگردان داد دستش بخونه و بره و یه برنامه مثل آقای پرویز قاضی سعید به شما تحویل بده که از اون ور میگه جهان ناشناخته است، از اون ور میگه البته همه چیز جهان شناخته شده، جمله دومش میگه اونی که جایزه صلح نوبل رو گرفته گفته آری میتوان و درسته، بعد بلا فاصله میگه البته نمیتوان، اینجوری بگن تا 45 دقیقه بگذره بعدم برن، آخرش هم بگه همه با هم بیایم بریزیم تو خیابون. آقا همه با هم، شما الان 80 سالته احتمالا، توی کالیفرنیا با 3 تا قرص 4 تا قرص بلند میشی روز، قرص زانو، قرص کپل، قرص گردن تا را بیفتی، چرا بچه های مردم، چرا جوان های مردم رو دعوت میکنید؟ اینجاست که اون دوستان مثل مجیدین، مجید اینوری مجید اونوری، یکیش نوروزی بود یکیش خوشنودی بود، امیدواریم نوروزشون خوشنود باشه، اینجاست که اینها میاد میچرخه میبینه آقا وایس آف امریکا رو دیدم، بی بی سی هم دیدم و اینها با این همه بودجه ولی میاد برنامه تلویزیون مردم رو نگاه میکنه. بعد ما بهش میگیم آقا تو هم بیا به سهم خودت، جوونی واردی بلدی، اینقدر منطقی صحبت میکنی، من و تو با هم دعوامون شده، ولی بعد برگشتم به تو نوشتم که تو آدم باهوشی هستی و درست میگی و من این کار انجام میدم و دارم انجام میدم، اینا چرا نمیان تو تلویزیون های ایرانی؟ برای که اون جو مزخرف پیروپاتالا، حالا من تازه تو اینا جوونم، من 61 ساله به نسبت آقای میبودی و آقای نمیدونم پرویز قاضی سعید و دیگران من جوونشونم، من رشیدشونم بمانم. خب این از این. و اما اونو باز در قسمت این 60 دقیقه با سوربی رو گفتم براتون، بعد اگر مهمون داشتیم میریم برای 90 دقیقه با سوربی، در 15 دقیقهش اون مهمونه، بعد من نظرم رو درباره اون میگم، یا اگر قرار شد کسی تلفن بزنه نظر بده ایمیل بفرسه، و بعد از اون میریم سراغ افرادی که روی فیسبوک بودن. و یه نفر دیگه زنگ زد گاه سوربی من برات یه ماجرایی رو میگم، خودت این رو با برنامه به اصطلاح فیسبوک ردیف کن. آقای پتیک، ما صحبت از فیسبوک که میکنیم میخوایم اشکالمون رو که فهمیدیم دربارش صحبت کنیم. یه جایی خوندم نوشته بود علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. به نظر من این غلطه. شما میرین هی آب وردارین بریزین رو خونتون بگین قرار آتیش بگیره، البته این کارو تو کالیفرنیا میکنن، وقتی داره آتیش میاد به طرفشون میرن آب میریزن روی درختای اطرافشون اینا که به اونجا که میرسه نسوزه، ولی این آتیشی که راه افتاده 19 نفر کشته شدن تا حالا 95 نفر ناپدید شدن، نشون میده اصلا هتل با خاک یکسان، نشون میده ماشینا نابود، عکسای هوایی این شهر سانتا کروز سانتا چه نشون میده این جاهای جنگ زده، این که دیگه با شلنگ آب بریزه اینا نه، شاید این مثالی که من زدم مثال خوبی نبوده، ولی قبل از وقوع باید علاج واقعی کرد، علاج واقعی غلطه. مثل این میمونه که من برم به یه دکتری بگم آقا شما بیا به من کیموتراپی بزن، که من خب این که میگید آقا تو سرطان نداری، این کیموتراپی میکشتت، ولی پیشگیری میشه کرد، پیشگیری درسته، پیشگیری همین قرص آسپرین یک شب شما یه دونهشو میخوری که قلبت نگیره، رگت نگیره، همین مثلا ویتامینیه که میخوری که حالا که دیگه هممون میشینیم تو آفیس و آفتاب نمیبینیم ویتامین دمون یکی باشه، این پیشگیریه، با علاج
فرق میکنه. دیدم روی یکی از فیسبوک دوستان نوشته بود علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد. گفتم خب پس اگه اینجوری من برم به دکتر بگم به من کیموتراپی بده، بعدم بهش بگم آقا حالا که اومدم اینجا لطف کن این سینه منو باز کن، اوپن هارت سرجری انجام بده، که شنیدم دیگه اوپن هارت سرجری به اون صورت انجام نمیدن که با اره برقی بیفتن وسط سینه رو بشکافن، گویا از لای دو تا دنده این کار رو انجام میدن، دنده ها رو باز میکنن. و اما شما حتما شنیدید این ماجرای جانم فدای ایران و نوشته ها، نمیخوام فقط بگم تو فیسبوک، توی شعرهایی که میگن، توی یوتیوب، توی ایمیل هایی که برای هم میفرستن، توی برنامه های تلویزیونی. یه آقای جوونی هست و چه جالب که این آقا هم فامیلیش همون بینش پژوهه و ازش پرسیدم شما شیرازی هستی؟ متاسفانه این دوستان یاد نگرفتن وقتی که یه چیزی براشون مینویسن اینا بخونن بعد جواب بدن، با عجله مینویسه درود بر شما ممنونم. یا مثلا یه نفر دیگه نوشته بود درودتان باد. من درش نوشتم خانم شما به فامیلتون، به مادرتون، به داداشتون اینجوری صحبت میکنید؟ اگه اینجوری صحبت نمیکنید چرا شدید یه آدم دو شخصیتی؟ چرا اجازه دادید این آخونده شما و من رو عوض کند؟ به من بگی درودتان، ورودتان، خروجتان. خیلی قشنگ مثل آدم، همون چیزی که 50 سال، 30 سال، 40 سال گفتیم، سلام، خدافظ، گور پدر آخوندم کرده. این از خب بیاین ببینیم که چی هست اینجا. بله، روی صفحه فیسبوک دوباره ما قلم شکسته یک مقاله ای رو که آقای علی پیشرو فکر کنم باشه مصاحبه کرده با آقای انصاری، ولی آقای انصاری توی اون مصاحبه درست متنی رو که توی مقاله نوشته بود و مصاحبه‌ای که تو تلویزیون مردم انجام داده اونجا نوشته، ولی چون ایشون گفت که مایل هست به اصطلاح پخشش کنه ما دوباره براش پخش کردیم. ولی بریم این جانم فدای ایران رو ببینیم و شاید یه درس عبرتی باشه برای اونایی که میخوان از ایران، از کشورهای دیگه بیان آمریکا و شنیدن آقا آمریکا پاتو که میذاری از هواپیما پایین، یک ماشین کادیلاک پینک، اونم مال الویس پریسلی، سرباز یا کانورتبل میاد و 7-8 تا دختر لخت و نیمه لخت، مثل اون ویدیویی که آقای شهرام کی درست کرده بود یا خواننده‌های دیگه. این آقا اومده رفته توی کالیفرنیا، توی تهران جلس، به لس آنجلس میگن تهران جلس، یه دوربین گذاشته تو ماشین وایساده. البته کارش یه مقداری ناشیانن و هیچ اشکالی نداره، وایساده از ایرانیا خواهش میکنه که $1 بهش بدن. چشمتونو ببندی تصور کنید فردا دارید میرید به طرف مدرسه بچهتون، سر راهی که پیاده میشید بچهتون بردارین، یه آقای ایرانی وایساده میگه که من احتیاج به $1 دارم، شما چه کار میکنید؟ دست میکنید تو جیبتون $1 میدید، میگید من اصلا پول ندارم، ماشینم رو نمیدونم فلان جا پارک کردم، من فقط با کردیت کارت خرج میکنم. یکی دیگرش میگه من رو یه دوستم آورده رسونده. ولی یه جایی هم وقتی یه نفر به این $1 رو میده، این میگه حالا تو میتونی بیشتر به من پول بدی؟ خب منم اگه اونجا بودم میگفتم نه آقا، تو $1 خواستی، یعنی $1 خواستی که یا تلفن بزنی یا سوار اتوبوس بشی یا بری یه نوشابه بخری تا وایسی دوستت بیاد. و معمولا اونی که میگه $1 ما دست میکنیم $5، $10، $20ش میدیم، که اگه این منظورش اینه که از 20 نفر 20 تا $1 بگیره ما گدایی رو بهش به اصطلاح یاد ندیم، بهش بگیم آقا این $20 رو بگیر برو دنبال کارت. حالا بیاین ببینیم با هم این آقای اسمش هم چیه، میدونم فامیلیش آرش بینش پژو، این رو ببینیم با هم و شما هم نظرتون رو در این باره بگید. یک لحظه. این آگهی ویدیوی به اصطلاح یوتیوب رو من دارم رد میکنم. حالا اسم برنامه‌ش هم هست ایسکای سوم، فکر کنم تو تلویزیون کانال یک. ما سعی میکنیم اگر از یه چیزی که زحمت کشیده یه نفر درست کرده ما استفاده میکنیم، مثل آمریکایی‌ها کردیت و اعتبارش رو بدیم که دوستان بدونن این کجا بوده، چی گفته، چی کار کرده. و
بیاین بریم ببینیم که این آقا چه کاری انجام میده، کجا احتمال زیاد این وست ووده، چون تابلو یا میبینید پشتش، میبینید اصلا نوشته دل جگر قلبه، که آدم فکر میکنه تو تهرونه. ببینیم این چه کار میکنه. ولی شماره تلفن رو نگاه کنید، چه شماره تلفن قشنگی هم این دیگه دل جگر قلبه داره، 818-340-77-77. یه زنگ بزنم بگم آگهی تو بده تو تلویزیون مردم ما برات تبلیغ کردیم. دوستان با هم ببینید که چه دنیای و نفسای توی این آمریکا. Sir, you are Persian? You are Persian? از فرودگاه اومدم، فرودگاه ایده یک، بعد تازه رسیدم دوستان، درس پول ندارم، میتونی به من یه دلار بدی؟ من فقط کریدیت کارت دارم. خب میتونی بری اوور بانک برام بکشی یه دلار به من بدی؟ من پول لازم دارم. ببخشید من دیروز از ایده یک اومدم، بعد پول ندارم، من میتونی یه دلار بدی؟ $3 فقط یک دلار من لازم دارم. سامنه دارید دلار. دوستان این آقا بهش میگه که من پول ندارم، کارت دارم و اگه با کارتم بخوام برای تو یه دلار بگیرم، $3 بانک از من هزینه میگیره. و درست میگه، بعضی وقتا من خودم تو فرودگاه لندن نقد 12 نمیدونم چی از من گرفتن که اومدم به بانک اعتراض کردم، بانک پول رو داد. و بگردید اگه ازتون میگیرن، هستن جایی که دبیت کارت یا کردیت کارت که بهتون میدن ATMش مجانیه، ولی باید هی بانک ها رو شاپراند کنی پیدا کنی. خلاصه ببینید یه جوان ایرانی، البته بهتون گفتم کارش ناشیانه، شما وقتی میای میگی من دیروز آمدم از فرودگاه LX امروز پول ندارم، یه نفر باید بگه خب آقا مرض داشتی، بلند شدی بدون حساب کتاب اومدی اینجا. بله میتونی بگی من آمدم کیفمو زدم، من آمدم ماشینم مثلا تصادف کرده، چیزامو گم کردم، ولی من اومدم پول ندارم. حالا شما میتونی یه دلار بدی؟ اون آقای جوونه میگه برم از بابام بگیرم. باباشو که میاره، باباش میگه من باید $3 هزینه بدم که یه دلار بگیرم از بانک به تو بدم. خب آقا حالا $4 کمک این کن، یه دلار بهش بده، $3 هم هزینه. یا حالا که میری میگی $17 بگیر، $3 هم هزینه، $20 $17 رو بده به این. حالا ببینید هی اکسکیوز چی میشه، عذر و عذرای دیگه‌ای که یکی یکی ایرانی ها میارن که به این جوونی که محتاج یک دلار در خیابان وست وود شده $1 کمک نکنن. بفرمایید. نمیشه بریم از آبرمان بیشیم $1 کار داریم بر میگردیم نمایدن برای من چیم شد برای ما $3 شانس بود $3 کار دارم من بایدن تا اون بیاش نه شما اگه گیرد من تکی کن سلام خانم خوب هستی؟ سلامتی؟ سلام خوب شما ببخشید من دیروز از الیکس اومدم بعد پولام تموم شد میتونم من پول کمک کنیم؟ عادت نمونه؟ ببخشید من من نمیدونم حالا چرا موزیک گذاشته. خب شما که دوربین دوره، میکروفون دوره، صدا رو ما با زحمت با اون صدای هوا و بک نویز و اینا میشنویم دیگه، حالا این موزیک چیه؟ $1
خب این خانم حرف خوبی میزنه، میگه من با ماشین یکی اومدم، البته میخواد کمک نکنه، من یه دلار به تو نمیدم. آخه مرد حسابی، کسی که به تو یه دلار کمک نمیکنه تو بهش میگی 50 دلار من بده. بعد آقای آرش این برنامه رو اگه نگاه کردی، این ویدیوت خودش به تنهایی خوب بود، میکروفون از اون میکروفونای وایرلس بذار زیر پیرنت، قشنگ با تلفن‌های دستی این روزا اینا رو کارا می‌کنی انجام بدی، 20 دلار خرج کن، ماشاءالله آقای شهرام همایون حالا اگه بهت پولی میده و اینا، اینا پولدارن. بعد دیگه موزیک چیه؟ بفرمایید. من هم اعصاب من خورد کرده، احتمالاً همین اعصاب شما هم خورد کرده و اینه ماجرا. حالا یه نفرم که یه دلار کمک میکنه، از کمک خودش ما اونو پشیمون میکنیم، میگه میتونی به من بیشتر بدی، و اونم راهشو میکشه میره. در صورت اینم از این ماجرا، این جوان کاراشو دیدم، دو سه تا کار قشنگ داره، نمیدونم هنوزم برنامه داره تو تلویزیون کانال یک یا نه، ولی اگه داشته باشه یا نداشته باشه میتونه ویدیوهاشو تو تلویزیون مردم هم با هزینه خیلی کمی پخش کنه. و اما میدونید خیلی ها به جای سربی به من میگن سرابی، و ما یه دوستی داشتیم اتفاقا حمید سرابی توی همدان بود، و این به اصطلاح دانشجو رشته الکترونیک، اون دانشکده الکترونیک شیراز بود، و ما چون تو کرمانشاه هم خدمت کرده بودیم، یه روز هم یه چند روزی هم رفتیم اونجا مهمونشون شدیم. ولی این ماجرا هست که حالا خودمون با مشکل سربی و سرابی کم بود، دو سه سال پیش یه نفر برای من یه چیز فرستاده بود که آقای محمود سرابی که مجاهد هست و تلویزیونی داره توی انگلستان، درباره تلویزیون مردم صحبت کرده، که من وقتی با اون همکارش صحبت کردم بهش گفتم که ببین تو انگلستانی، منم تو آمریکا، قانون رو دوتامون میدونیم و من میدونم شما پک پولی ندارین، ولی من میتونم سود کنم، همین پیرنی هم که برته، همین کراوات قلابی هم که زدی ازت بگیرم. دیگه خفه شد رفت دنبال کارش. حالا دیدم یه ویدیوی درست کرده، توی اون ویدیوه به مجاهدا نصیحت میکنه که آقا اگه این همه راه رفتید اشتباه بود، اگه هی قیام امام حسین رو برای مردم داستان خوندید بعد فهمیدید اصلا قیام امام حسین دروغه، امام حسین نرفته به جنگ، فرار کرده و حکومت رو ول کرده، گفته آقا من نخواستم اصلا این حکومت اینجوری فلان بیسار اینا، این آقا براش نوشتم حالا اگه میخوای به نظر میرسه آدم شدی، بیا با هم صحبت کنی. اون کم بود که یه نفر دیگه به نام سام محمودی سرابی که گویا ایشون حالا شده مدیر آمد نیوز. من یه دفعه با اون صاحب آمد نیوز که فکر کنم آقای روح الله زم باشه صحبت کردم، ولی اینا من نمیفهمم، والا جوونه از ایران بلند میشه میاد بعد یه دفعه میگه که میخوان منو بکشن، مثل این که مثلا آقای بختیار اگه میمد توی برنامه میگفت که به من خبر دادن میخوان منو بکشن، خب ما میگفتیم این رئیس، این پسرش رئیس یه قسمتی از پلیس فرانسه است، خبر داره. یا مثل آقای فرخزاد اگه میمد میگفت میخوان منو بکشن، میگفتیم خب آقا نرو در دکون بقالی خودت خرید کن، بیا در واز نذار، دوستای باب و ناباب نیار تو خونه بنزن. ولی اینا هر روز میگن. اتفاقا پیمان عارف یه مصاحبه انجام داده و اونم همینو میگه، با وجودی که خود پیمان عارف هم کارش خرابه، خود پیمان عارف هم ویدیوش رو ما نشون دادیم، آقای جهانگیر شادانلو نشون داد، آقای عزیزان نشون داد، که وقتی که میگه پلیس ترکیه پشت دره، خودش و خانمش میگن زنگ بزن به سفارت ایران که بیان ما رو نجات بدن. ای شما پناهنده هستی، از ایران فرار کردی، اونجا حکومت ایران رو میخوای از پا بندازی، بعد تا اشکالی پیش میاد میگی زنگ بزن به اون.
این ماجراها دوستان فقط موقعی که هی دنبال کنید. بله، اسم اون برنامه که ایشون درست کرده این هست: همسونگری ملی با همبستگی ملی تفاوت داره. اولا این آقای مقداری لکنت زبون داره یا تیزبونی صحبت میکنه، نمیدونم دندوناش مصنوعیه. اون موقع به من گفتن ایشون معتاده، ولی توی این نوارش میگه نه من معتادم، نه خرج دوا و فلان اینها دارم بمانم. ضمناً اون روز یکی از دوستان وقتی ما عصبانی شده بودیم گفت شما اینقدر عصبانی میشی خدای نکرده چیزی میکشی، اگه چیزی میکشی یه قرص بهت بدم. من بلافاصله گفتم دوست عزیز مثل که شما یه چیزی میکشی که قرصارم بلدی، ولی حالا در هر صورت شما اون قرص رو به ما بده، ما بلکه نعشه بشیم، چون ما هیچ وقت تا امروز این لذت نعشه بودن رو نفهمیدیم. آتش سوزی در کالیفرنیا. دوستان عزیز ساعت 3:02 است، من اجازه بدید برم سراغ آقای خسرو بهرامی توی نیویورک. من با وجودی که بهشون چند بار گفتم که آقا ما شما چون میخوای رانندگی کنی و صحبت کنی به نظر من کار درستی نیست، ولی ایشون گفت شما نگران نباش، من از صبح تا شب این گوشی تلفن تو گوشمه، دستام آزاده، به اصطلاح بهش اینجا میگن چی میگن تلفنایی که با گوشت هست و تو دستت نیست اینا، ضمن این که گفتن آقا همونا هم حواست رو از جاده و اینها دور میکنه، پرت میکنه. ولی بذارید ما چون چندین بار این ماجرای ایشون زنگ زده، پیام گذاشته، من برای ایشون نوشتم، بعد براش گفتم آقا خب من پیام میذارم شما نمیخونی پیاما و اینها، امروز یه صحبتی داشته باشیم، چند دقیقه با ایشون صحبت کنیم. شماره تلفنشون توی نیویورک الان زنگ میزنم به این امید که هم ایشون پاسخ بده هم ارتباط ما برقرار بشه، چون با این همه وسایل ارتباطی هنوز اطمینان اونجوری که باید و شاید نیست. اینم میگه کانکت، ما میگیم کانکت، دوباره میگه میک کال. خب آقا جون ما که اینجا بودیم میک کال گفتیم، شما گفتی کانکت، گفتیم بله کانکت، لطف بفرمایید کانکت کنید. خب نمیدونم والا، باور کنید دیگه کم کم دارم دیوونه میشم. این شماره رو گرفتم، حالا اینجا می‌نویسم کانکت، میگه میک کال. چرا اون تصویر و اینها نمیاد که نشون بده داره زنگ میخوره و اینها؟ شاید این اشکالی که امروز نیزاش ما حتی دوربین اونم استفاده کنیم. چه کار کنم؟ میخوایم با این تلفن وایرلس معمولی زنگ بزنم؟ آخه اون روز با این تلفن با خانم ماندانا صحبت کردم، گفتن که کیفیتش خوب نبوده. دلیلش هم اینه که دوستان این تلفن‌های کوچولو، اسپیکرش هم کوچیکه. اون تلفنی که ما با کامپیوتر استفاده میکنیم خیلی اسپیکر بزرگی داره، و حالا ایشون از یه شماره دیگه به من زنگ زده. خدایا چی کار کنیم؟ بذار ببینیم. بله اینه کار. خب این میگه کار هنگ اپ فور کال ویل تمپرری استاپ ورکینگ این فایرفاکس. ما که تو فایرفاکس نیستیم، قراره توی این باشیم. بله خب خدایا ببخشید اگر یه مقداری اینجوری نابسامانی و چیز هست. این قانونا باید زنگ بزن. الان فایرفاکس هم نیستیم، آمدیم از اینترنت اکسپلورر. دیروز هم امتحان کردم، برای خودمونم پیام گذاشتیم، همه چی خوب بود و همه چیز کار کرد. و اما اینجا حالا زنگ بزنیم ببینیم چی میشه. اریا کد سن دیگه بلد نیستیم با تلفن قدیمی کار کنیم. اریا کد نیویورک، بعدم نه دیگه الان که وصلیم صحبت کنیم.
خب پس به همین شماره زنگ بزن. آها، باید میگفتم که صدای اون کامپیوتر یا رادیو یا هر چی که هست اونو قطع کنن. دیدم من ایشون از یه شماره دیگه زنگ میزنه، با این فرق میکنه، احتمالاً توی آفیس هستن، میخوان از تلفن آفیس یا دفترشون استفاده کنن. حالا ببینیم که این تلفن چه خواهد شد. و من هنوز حقیقتش نمیفهمم که بله. خب سوربی هستم، بفرمایید. آقای سوربی سلام، احوال شما؟ خیلی ممنون، سلامتی، شما خوبین؟ خیلی ممنون. دوستان عزیز، با آقای خسرو بهرامی هستیم. آقای خسرو بهرامی معرف حضورتون هستن. اسمشون رو توی گوگل یا توی یوتیوب یا توی بایگانی تلویزیون مردم تایپ کنید، چندین ویدیو اینجا داشتن. امروز من ساکت میشم و از ایشون میخوام که درباره موضوعاتی که مایل هستن صحبت کنن. ولی اولینش خواهشی که من دارم اینه، چون اون روز شما ویدیوهایی رو از آقای شاهکار، و شما تنها نیستید، اسم ایشون براتون مشکله، ما همه مشکل داریم، شاهکار بینش پژو فرستادید و من بله و من نظرم رو گفتم که به نظر من ایشون هنرمند خواننده خوبی نیست، ولی بلد چگونه از احساسات مردم استفاده کنه و نون رو به نرخ روز بفروشه. شما نظرتون رو بگید. من که نظر خودم، اون آشنایی که با ایشون دارم توضیح میدم براتون. آقای شاهکار، من دهه 80 با ایشون آشنا شدم. البته ایشون جوان هستن، من و شما دوره قدیم بودیم، مدرسه دوره قدیم. ایشون اون موقع آهنگسازی میکرد و رپ میخوند در ایران زیرزمینی مخفی، و آهنگ میساخت برای آقای امید، آقای ابی و داریوش و خانم همیرا، و این آهنگاشو یواشکی میداد بیرون. اینا هم با یه قیمت کمی چیز میکردن، اینو تامین میکردن. و ایشون از اونجا که من با ایشون آشنا شدم، در دهه 80 که تو سازمان ملل بودم، هم با ایشون هم با آقای امید آشنا شدم. ایشون در اوکراین و ارمنستان اپرا میذاشتن. چون شما جریان اپرا رو نمیدین، اپرا خیلی برنامه تو آمریکا، نمیدونم بپرسین از کسانی که موزیسینن، خیلی پروسس سنگینی داره، شرط خیلی سنگینی داره. شما باید یه رزنامه داشته باشین بدین، یک سال طول میکشه تا قبول کنن. قبول کنن شما بعدا تو آمریکا میتونین بخونین، بعدا شما میتونین دو ماه پرکتیس کنین تا اون روزی که برنامه‌تون اجرا میشه. این مرحله رو داره، ولی ارمنستان و اوکراین نمیدونم، چون راحت تر اروپا فکر میکنم دو ماه تا سه ماه. خب پس اجازه بدید آقای بهرامی، به دوستان بگیم که بر اساس تجربیات که خودتون شخصا دارید، ایشون هم آهنگسازه هم خواننده اپرا بوده، سالهای سال در اوکراین و کشورهای دیگه به اصطلاح خونده و اینها. و اون چیزی که من میگم که به نظر من این کاری که ایشون میکنه درست نیست، میشه گفت حرف من درست نیست. و مثلا ایشون اون آهنگایی که میخونه از کسایی که فوت شدن، به نظر من این کار درستی نیست. ولی شما میگید خیلی از این آهنگا رو خود این براشون ساخته. میتونن از بینندگان، میتونن از آقای داریوش، آقای ابی، همون ابی اون خلیج فارس مال ایشونه، بله خونده، و آقای داریوش، آقای امید. من چجوری با این شخص آشنا شدم؟ اون زمانی که کمک میکردم برای رفیجیای ایرانی ارمنیا، رفته بودم ارمنستان، با ایشون آشنا شدم که من و حضوری با هم نشستیم صحبت کردیم. من گفتم شما این فعالیت هایی میکنین چه هدفی دارین؟ گفت من از چیزی که از ایشون خوشم اومد، یکی که مثل شما عامیانه صحبت میکنین، مردم میفهمنش، با تمام موسیسین ها، با خواننده ها فرق داره. من برای شما توضیح دادم، مسیج گذاشتم. من در دوره قدیم، من همسن شما هستم دیگه، یه سال پایین بالا با هم فرق داریم. اون دوران دانشجویی من فقط فرهاد و فریدون فروغی یا داریوش رو گوش میکردم، چون یه موزیک جدیدی آورده بودن
که ما اونو فالو میکردیم، ولی ایشون از زیرزمینی شروع کرده. بچه خود انقلاب هم هست، با من و شما فرق داره. من و شما 40 سال نرفتیم ایران. من با ایشون صحبتی که کردم، ایشون 3 تا برنامه شو هر چی درآمد داشت به بچه های بی سرپر از پرورشگاهی کنار خیابون کمک کردم. آقای امیدم من اینجوری باهاش آشنا شدم. بله من امیدو میدونم که خیلی خیره. شما لطف کن از طرف من از این آقای شاهکار بینش پژوه دعوت کن، بگو سوربی یه همچین نظری داشته. امروز خیلی خوشحاله که شما اومدید صحبت کردید، این سوء تفاهم برطرف بشه. دیدم یه مصاحبه با پرویز کاردان انجام داده، ضمناً من شنیدم که ایشون هم شیرازیه هم کلیمی، چه اندازه درسته نمیدونم. خوب میشه اگه ایشون یه لطفی کنه مهمان ما باشه، با بیننده ها مستقیما گفت و شنودی داشته باشه، از بیننده ها دعوت کنه به انجمن یا سازمان خیریه‌ای که ایشون به اصطلاح مایله، اون دوستان هم کمک کنن. ما باید بگردیم به اصطلاح افراد امین رو، پاک رو پیدا کنیم، بعد شما بیای بگی این آدم خوبیه، من بیام بگم این آدم خوبیه. 2 نفر که به من و شما اطمینان دارن بر اساس تایید من و شما، اونها هم برن کمک کنن. خیلی ممنون از این بابت. این مسئله آقای شاهکار بینش پژوه رو با اون ویدیویی که من مال کنسرت 2017 حدود 50 و خورده دقیقه بود گذاشتم، با اون نوارای کوچیک کوچیک که تبلیغ نباشه وسطش، اون رو باز هم پخش میکنم. شما اگه موضوعات دیگه‌ای هست بگید، اون ویدیوها رو هم به همین صورت هم که بفرستید من پیدا میکنم، با وجود که یکم برای من مشکله، ولی هیچ اشکالی نداره. از شما ممنونم، چون این کار شما باعث میشه دیگرانم تشویق بشن بیان ویدیوهای مورد علاقه شون رو نشون بدن. و قرار نیست اینجا تلویزیون مردم فقط صحبتهای سوربی باشه، باید صحبتهای آقای بهرامی باشه و دیگران. من ساکت میشم، شما لطف کنید بفرمایید. من راجع به ایشون این اطلاعاتی که دارم فقط میدونم تهران به دنیا آمده، نمیدونم شیرازیه یا کلیمی هست، ولی به من گفت مسلمونم ولی من دین ندارم. من به شخص خودم میگم من دین ندارم. بله. مثل شما، یعنی اعتقادی ندارم به اینا، به هیچکی اعتقادی ندارم. فقط میگم پدرم درست مسلمون بوده ولی من اعتقادی ندارم. واقعیت ایشونم داره به صورت عامیانه حرف خودشو میزنه و در کالیفرنیا هم آهنگ 2-3 نفر رو خون، مال آقای ویگن رو خون، مال آقای یسایی رو خون، ولی این میخواد یه یاداوری مموری بیاره برای مردم، ولی چیزای دیگرشو من نمیدونم. آنسانه من اون 2-3 ساعتی که ایشون شناختم و اون سازمانی که تو ایران بود، یه خانم دکتری هم بود که بعدن فهمیدم خیلی هم پول کشیده بالا، تو خود واشنگتن هم هست. من دادم بره هر دکتری که نمیگن آدم خوبیه، من یه آدمی که میشناسم میدونم آدم درستیه، آقای دکتر افشاری که نزدیک شما تو ویرجینیا نواهاش اونجا هست، که ایشون هم تو تجریش یه بیمارستانی درست کرده بود، مجانن گذاشته بود برای پژوهشگرا، دکترا، برای خانواده. ولی من یه مقدار دلخور بودم از این وضعیت، چون پدر من اون بیمارستانی که درست کرد، بیمارستان بهرامی، بیمارستان بازرگانان، هدفش این بود کمک بشه به مزدرفین، به طبقه پایین. آقای بهرامی چرا اسم این بیمارستان بیمارستان بازرگانان بوده؟ بازرگانان تو خیابون ری بوده، سر خیابون بزرجمه. نه میدونم چرا اسمش رو به جای بهرامی گذاشتن بازرگانان. یعنی یه بیمارستان بهرامی داشتیم تو تهران و اونو که کردن اونو به اسم من کردن، که پدرم به اسم من کردن. من اون چیزی که میدونم به شما میگه. و یه بازرگانی، یه تاجر خارجی اومده بود، پدرم میخواست اسم فارسی بذاره و این اسمو که چیز کرد، یه اروپایی اومده بود، گفت مجبور شد که با اونا پارتنر بشه که تمام دارو، مواد جراحی، همه چیه بیمارستان تأمین میشه. گفت من این اسمو میذارم، ولی تا 6 ماه اسم نداشت. آیه نه میخوام ببینم که آیا مثلا بازرگانان کمک کردن به غیر از پدرتون؟ نه، فقط یه اسم خارجی بودن. من هیچی ایرانی نبود،
اولش بهتون بگم، این 6 ماه برادر شاه دست گذاشته بود روش. بله. که واقعا همون شاپور غلام رضا میگفت من همه چیو چیز میکنم. این شروع کرد از مردم پول گرفتن و میرفت پول بودجه بیمارستان میرفت تو جیب ایشون. بعدم پدر من گفت نه، من کانترکت می نویسم، هیچ دولت یعنی شاه هم حق نداره این بیمارستانو از پول بودجهش رو برداره بذاره جیبش یا خواهرش یا برادرش. اینو برداشت برد سازمان ملل به ثبت رسون. اون موقع من بچه بودم، دانشجو بودم، سال 1970 که پدرم اولین قلب باتری و تو UCLA چیز کرد، عکسش اونجا از مدارکش هم هست، اولین کسی بود که باتری رو برای قلب درست کرد، اختراع کرد به اصطلاح خودمون. ایشون برگشت همه این مدارک رو درست کرد آورد ایران که یه مقدار کشور اروپایی تامین میکنن، سازمان ملل همه بودجه میده. من به شما مسیج گذاشتم که الان 3,400,000 تومان از مردم پول میگیره که برای ویزیت، این غیر قانونیه. بله، یعنی این بر اساس خواسته اون بانی و مؤسس این سازمان نیست. خب از شما ممنونم و همون جوری که گفتم اگر باز هم چیزی به نظرتون رسید که خواستید با دوستان در نظر بذارید در میون بذارید. چیز دیگه هم بود آقا. بله. بفرمایید بفرمایید. این همون عکسی که برای شما فرستادم، پشت مغازه زدن بچه میفوشن 3,400,000 تومان، 3,500,000 تومان، 3,000,000، بچه های مختلف، سنین مختلف، 5 ساله، 9 ساله، 8 ساله. این برام خیلی دردناک بود. بله دیدم اونو، قبلنم دوستان عکسای فرستاده بودن که تو خیابون حتی ویدیوهای گرفته بودن برای کلیه فروختن و گویا چشمم میفروشن، خرید فروش میکنن. البته من میگم ما وقتی اینو میگیم فوری دوستان فکر میکنن ما میخوام از این آخوندهای جانی حمایت کنیم. خود شما که تو نیویورک هستید ماجرای اون دوستان کلیمی ربایی که از اینجا کلیه میخریدن با پول زیادتری میفروختن به اینو اونو میدونید. من و شما تو آمریکا هستیم، خودمون میدونیم که یه سازمانهایی هستن زیر لوا و پوشش مذهبی، به این دلیل که ما نمیخوایم هیچ انسانی سخت بشه، هنوز دنیا نیومده بمیره فلان، اینها بچه هاتون رو سخت نکنین، به ما خبر بدید ما براشون خانواده پیدا میکنیم و یعنی حقیقتا بچه ها رو میفروشن به یه خانواده‌ای که یعنی ببینید نوعش فرق میکنه، ولی این کثیف بودن و پلید بودن ذات بشر فرقی نمیکنه که تو ایران باشه، تو اسرائیل و تو نیویورک باشه یا جاهای دیگه دنیا. ما باید از این محلی فکر کردن بیرون بیایم، از این خط کشی. من شیرازی ام، آقای بهرامی تهرونیه، پس من شیراز رو بکنم گل و بلبل ولی تهرون بشه خرابه، این فایده نداره. چون اون وقت من باید شب تا صبح بیدار باشم که تهرونی ها نیان خونه ما رو به اصطلاح حرفتون کاملا متینه. آقای سوربی، من اکثر همین کلاهبرداری اینا رو زیر سر این گوشواره ای هست. من میگم این گوشواره ای ها ضرب مثل اینجا ما به این کلیمی ها میگیم، این ارتداس ها همشون تو این کارن، همین کاری که شما گفتین، بیشترشون هم همه این ربای ارتداس هستن. بله این گوشواره ای ها که میگید بذارید به دوستان بگم، دوستان یه سری یهودی های هستن ارتداکسن، اینا کلاهای مشکی میپوشن، موهای دو طرف شقیقه شون رو میبافن بلند و به اینا میگن گوشواره، و اینا همونایی هم هستن که مرغ به در دیوار میزنن میگن اینو باید بکشیم تا گناهمون بخشیده بشه، یه الاغی رو ور میدارن رو سرشون میچرخونن، اگه نگاه کنید همشون یه شالای مخصوص میبندن و اینها. اینا رو آقای بهرامی میگه کلیمی های گوشواره‌ای، و جالب اینجاست که خیلی از کلیمی ها با اینها پرابلم دارن. من همین الان آقای بهرامی این آگهی رو که شما عکس آگهی رو که فرستادید اینجا دارم نشون میدم، متاسفانه چون شما از کامپیوتر گرفتید یک کمی موج میندازه، ولی به وضوح معلومه، نوشته آگهی فروش نوزاد، بعد بنشه به در و دیوار شهر نصب کردن و از این چیزها
و باز پایینش نوشته با وجود تأکید مقامات دولت و قوه قضاییه ایران بر غیرقانونی بودن نوزاد فروشی، گزارش‌های مختلفی در رسانه‌های ایران درباره ادامه خرید فروش کودکان منتشر می‌شود. اینو داشته باشید دوستان. آمریکا رو گفتیم، اسرائیل رو گفتیم، آخوندهای جانی رو گفتیم. بریم عقب. دوره شاه یه فیلمی پر کرده بودن به نام گداهای تهران و توی این فیلم نشون میداد که یه سری بچه های بی سرپرستی رو با وضعی بد اینا رو نگه میدارن، شب میان میبرن 20 تاشون توی اتاق میخوابه، صبح میان با تاکسی بار میندازن کنار خیابون، دوباره شب پولا رو جمع میکنن میبرن. این مشکل مشکل جهانی است، باید یه راه حل جهانی براش پیدا بشه. حالا شما میخواین از ایران شروع کنید، بفرمایید. دوستان دیگه بفرمایید. شما فکر میکنید اگه آخوند نابود بشه این مشکل باهاش نابود میشه؟ من فکر نمیکنم. اینجا نوشته یک پسر 5 ساله به فروش میرسه. در صورت آقای بهرامی دارم اینو نشون میدم، باز شما بفرمایید. ممنون لطفتون، واقعا تشکر میکنم. جناب آقای صوبی، من دو تا موضوع میخوام عنوان کنم. الو بفرمایید، گوش میدم. جناب صوبی، زمان شاه نمیدونم 35 میلیون 40 میلیون جمعیت بودیم، ما همش 8 تا بیمارستان داشتیم. این مسئله خیلی مهمه. یه بیمارستان، دو تا بیمارستان کودکان داشتیم، یه دونه بیمارستان جاده قدیم بود، یه بیمارستان بهرامی بود تو تهران نو بود. میدون فوزیه رو که میرفتی تهران نو، خیابون بهرامی بود که الان هم خیابون رو عوض کردن، هرچی کردن خیابون قاسم آباد، اونا که میدونن دقیقا اونجا بود. میدون فوزیه بعدا شد میدون امام حسین، نه؟ آره این... من نمیدونم، من سال نرفتم، شما هم نمیدونین، نمیدونم، این جوونا بهتر میدونم. آره دلیلی که میپرسم اینه که این بود خدمت برای خانواده هایی که وضعیت جالبی ندارن. دلیلی که میپرسم اینه که یکی از فامیلای ما آقای علی مقدم توی اون میدون فوزیه پارچه فروشی مقدم، چون برادر ایشون کارخونه مقدم اون پارچه فروشی، پسرشون اینجاست. جدی؟ پسرشون دوستمه، اسمش شاهرخ مقدمه. رفتن ایران، زنگ گرفتن، اومدن. خب پس بهش بگو آقا ما فامیلیم، باباشون هم فروختن. بهش بگو ما فامیلیم، امیدوارم ببینم ایشون. خب من دوست صمیمی با هم والیبال بازی میکنه. عجب دنیای کوچکی، عجب دنیای کوچکی. شما رو بهش میدم. بله عزیزم. خب آقای بهرامی اگه صحبتی هست بفرمایید. من 2 دقیقه میخوام وقت بله. بگیرم. بفرمایید. شما یه دوست داشتین، یه همشهری یا فامیلتونه، اسمش علی آقاست. آقای علی ترابی اینجا زندگی میکنن، نیویورک زندگی میکنن؟ نه یا نه ویرجینیا؟ نه، کالیفرنیا اومده، تازه اومده. ایشون قبلا ترکیه بوده. ایشون هم مدرسه ای من بوده، هم دوره سربازی برادرم. مهندس ساختمون هستن ایشون. بله، مهندس عمران، مهندس ساختمون عمران. زن و بچه دارن دیگه. زن و بچه و نوه. اگر دوست دارن آقای صوبی، اینکه توی من شما ایشونو میشناسین، اگه دوست دارن ایشون میتونن بیان پلو من. من خودم پی اچ دی مهندس ساختمون هستم، مکانیکال انجینیر. اگه ایشون تب بالایی ندارن میتونه بیاد پلو من. من راهنمایی برای ساختمان براش همه چی رو توضیح بدم. ببین آقای بهرامی، تب بالا خوبه داشتنش، طمع بده. چه جالب، ایشون هفته پیش تو برنامه زنده نوشت دنبال کار میگرده. جالبتر این که من بهش گفتم آقا نرو یه کاری شروع کن بی تجربه. بله چیزا... من گوش کردم بله. این باش. موضوع میگم باش. بهش میگم آقای علی ترابی الان کالیفرنیاست و به نظر من بهتر میتونن ایشون با زن و بچهشون بیان بله. خونه ما بله. مهمون ما هستن، 1 تا 6 ماه بیان اینجا باشن، 1 ماه پلو من کار کنن، من راه نمایش میکنم از لحاظ ساختمانی، انجینیری ساختمانی، چه از کلامه لوله کشی فارسی بگم بله. اینجا ما خیلی از ما اگه این علیقا بهشون بر نمیخوره، من مهندس ساختمانم ولی عمله گیری میکنم بله بله، به فارسی شما میگی عملگی، معمار، هرچی، ولی من اینجا تمام کدای ساختمان رو بهش یاد میدم که اگه خونه نو میخوام بسازم مجبورن، کد میگه 4 تا درخت باید بکاری جلو در خونه نه. بهش میگن از زمین تا 18 اینچ باید عدلت برق بذاری، 4 فوت برای کیچن باید بذاری. اینا رو من خب اینا رو بذاریم با خودش ده. بگیم، ولی من پیام شما رو به ایشون منتقل میکنم. حالا شاید خود منم باهاش اومدم نیویورک. خودش و خانوم و
بدباش نباش بمونن. بله. راه که افتادم بهشون میگم، میبرمشون ویلیج، براشون لایسنس میگیرم، اجازه ساختمان سازی براشون میگیرم، هر کاری دوست داشتن میخوان پول دارن خودشون بکنن. اگه کمتر از یه میلیون و هفته میلیون دارن اصلا دوروبر این چیزا نرن. بله. برن برای یکی کار کنن بهتر. بهتر. مرسی آقای بهرامی، باز در هفته های آینده با شما خواهیم. بخش بیننده را دونه گذارم، امیدوارم که از زحمتتون خیلی تشکر میکنم، امیدوارم که همه با خوبی و خوشبینی جوری باشه که بچه کنار خیابون نباشه. انشاءالله. منم از اینکه شما با همه بد اخلاقی های من میسازید ممنون و متشکرم. دوست خوب همینه. خیلی ممنون، اوقات خوبی داشته باشید. خیلی خوشحالم که بالاخره این تماس برقرار شد. مرسی. خدمت بینندگانتون خدافظی می‌کنم. خیلی ممنون. خدا نگهدار. دوستان عزیز، شما هم میتونید همین جوری که آقای بهرامی تماس گرفتند و صحبت کردن صحبت کنین. حتی میتونید به وسیله فیسبوک، من قبلا عکسای از آقای بهرامی هم داشتم که در عین صحبتاشون نشون میدادم. متاسفانه میگم این امروز این برنامه هیچ ربطی هم به دوربین نداره. ما یه دستگاه دیگه ای داریم که دوربین میره داخل اون، بهش میگن دازل ویدیو کارت، از اون میاد تو کامپیوتر. اون مثل که کار نمیکنه. بعضی وقتا اینا وقتی کار نمیکنن دلیلش اینه که یه برنامه جدیدی روی ویندوز ساعت 2 صبح آمده، خودش اتوماتیک قرار گرفته، این برنامه با اون یکی کار نمیکنه. یعنی ما اصلا نصف عمرمون برای این چیزا تلف میشه. دوستان عزیز، امیدوارم برنامه امروز مورد پسندتون قرار گرفته باشه. ممنونم از پتیک که مثل یک برادر بزرگ، مثل یک معلم خوب راهنمایی میکنه و هر جا عیب و ایرادی هست به من میگه. من سعی میکنم برنامه ها را از امروز به این صورت 60 دقیقه با سربی با شما باشم. اگه مهمون داشتم بعدش که با مهمون هستم مثل امروز بریم تا 90 دقیقه. الان دقیقه 88 هستیم، 2 دقیقه دیگه دقیقه 90 میشه. مژده به دوستانی که روی فیسبوک هستن، اون موقع من صفحه فیسبوک رو میکشم به قول اینها سوایپ تو دی لفت، اون وقت میتونم اونها رو ببینم، ببینم چی نوشتن، درباره نوشته های اونها صحبت کنم. اگر احتیاج به آموزش داریم اون چیزی که از نظر من درسته بگم، اگه اونها یه چیزی به نظرشون میرسه همون جوری که اون مثل اون روز اون آقای نوروزی. شما با جمال نوروزی اینا آشنا هستی یا نه؟ جمال اونم بهایی، دوست خیلی خوبه، اهل شیراز ما هست، توی آلمان زندگی میکنه و بالاخره باید از هم یاد بگیریم. ما توی رژیمای دیکتاتوری سعی میکنن به مردم یاد ندن، چون میدونن ملتی که دانا باشه آگاه باشه زیر بار زور یه مش بیسواد دیکتاتور نمیره. چرا میگیم دیکتاتور بیسواده؟ اگر کسی با سواد بشه دیگه دیکتاتور نیست. اگه یه کسی رفته مدرک گرفته میگه آقا من دکترم ولی دیکتاتوره، یعنی اون مدرکشو بنداز تو سطل آشغال، این رفته اونجا فقط مدرک گرفته. چون اگه رفته بود خونده بود میدونست که دیکتاتور بودن شما رو به جایی نمیرسونه. هر روز باید با ترس و با لرز زندگی کنی، خودت و خانوادت کی میخوای ترور بشی، کی میخوای کشته بشی، کی میخوان بیان مال اموالتو بگیرن آتیش بزنن، کی میخوان بندازنت زندان. در صورتی که اون رئیس جمهور کجاست که با یه فولکس واگن، نمیدونم هنوزم هستش یا نه، خیلی پیر بود ولی کشاورزی میکنه، مثل که مای 400 دلار حقوق میگیره ولی اون حقوقه رو میده به مردم و حقوقی نمیگیره، اون کجا؟ افرادی مثل خمینی و خامنه ای و نمیدونم این ترامپ دیوانه کجا؟ دوستان شاه اللهی هم یواشکی بگیم افرادی مثل شاه کجا؟ بمانه. و اما دروغی که هزار بار گفته شود تبدیل به حقیقت می شود. این رو جوزف گوبلس، کی بوده؟ این مینیستر یا وزیر پروپاگاندای نازی ها بوده، گفته یاد داده که دروغ اگر میگین پروپاگاندا را میندازین توی رادیو توی تلویزیون اینها، شما هی دروغ رو تکرار کنید و هی بزرگتر باشه، هرچی بزرگتر باشه و تکرارش بیشتر مردم زودتر قبول میکنن. خود من یکی از اونایی بودم که قبول کرده بودم که خانم سارا پیلین گفته که از خونهشون روسیه رو میبینه.
در صورت که این بیچاره با همه بدبختیش بیسوادیش همچین حرفی نزده بود، ولی توی Saturday Night Live مسخرش کردن، اونو گفتن، و چون توی اون هفته چپ و راست همه این رو نشون دادن که خانم فی دانا فی، یکی خانمه که قشنگ شبیه خود این سارا پیلن درست میکرد خودشو، از بس اینو نشون دادن تو مغز منم بود. البته باعث شد من $100 بعد از اینکه یاد گرفتم از یکی از دوستان ببرم، امروزم یادم افتاد که ازش بگیرم. این از این. و اما امروز چون چهارشنبه هست، یک برنامه هست به نام شام ایرانی. من تا حالا نرفتم، تو همین منطقه ما هست. من به شما نشون میدم، اینو دیروز هم دیجی آنی هم یه نفر دیگه فرستاده بود و به من گفت دربارش صحبت کن. گفتم والا درباره ایرانی ها و مهمونی هاشون اینا وقتی صحبت میکنی خیلی باید مواظب باشی. یادم میاد که این آقای مختار یه دفعه یکی بهش گفته بود که آقا چرا راجع به رستوران ها و خوراکاشون و اینها چیزی نمی‌نویسی؟ بهش گفت آقا شما میخوای پوست موز بندازی زیر پای ما، میخوای دیگه از این به بعد هر رستورانی میریم تو خوراکمون توف بندازن و فلان اینا، ولمون که آقا اون چیزای آمریکاییه که مثلا واشنگتن پست یه قسمتی داره که اون فود کریتیک میاد میخوره از غذاها بعد تعریف میکنه، میگه که چجور بوده و چجور نبوده. اجازه بدید من اینو بهتون نشون بدم، من تا حالا نرفتم نمیدونم خوراکشون چیه. بعد ماجرای خوراک، یادم یه دفعه ما رفتیم رستوران این آقای رضا فرنود، خب رسم میان منیجر ویتر سرور اینا میپرسن که خوراک چگونه است. ما میشون چون دوستمون بود گفتیم که والا امشب خوراکت خوب نبود، و اونم خیلی قشنگ گفت خب اینم دیگه مثل خونه، مثل مادر خودمون که یه روزی خوراک ممکنه تهش بسوزه، داره تلفن میزنه صحبت میکنه اینا، اینجوریه. البته این قابل قبول نبود برای رستوران، چون شما نمیتونی مادرتو طلاق بدی یا قید مادرتو بزنی به خاطر اینکه برنجش سوخته، ولی رستوران دیگه نمیری اونجا چون میگی شاید امروزم سوخته باشه. کاری که میکنن رستوران های خوب با منیجمنت خوب، مشتری رو اون روز راضی نگه میدارن، به این صورت که بهش میگن که ببین شما دفعه دیگه که اومدی اینجا، نمیگن امشب مجانی، میگن دفعه دیگه که اومدی اینجا مهمون ما هستی. یعنی چی؟ یعنی پول امشب رو ازش میگیرن، چون اگه پول امشب ازش نگیرن ممکن طرف دیگه نیاد، پول امشب ازش میگیرن، احتمالا یه بستنی مجانی هم بهش میدن، میگن دفعه دیگه که اومدی شام مهمون ما هستی. و وقتی اینو میگن، طرف وقتی میره توی مهمونی میگه آقا اینجوری بود، وقتی بهش اشکالشو گفتم تشکر کرد، یه شام مجانی هم به من داد. به این میگن word of mouth، یعنی دهان به دهان که میچرخه تبلیغ، همون قدم به اصطلاح بدگویی از فروشگاه ها مهمه. و متاسفانه ما معمولا یادمون میره خوبی هاشون رو بگیم، ولی بدی هاشون رو سعی میکنیم به تعداد زیادتری بگیم تا به این وسیله هم دلمون خنک بشه، همون بیچاره ها ضرر کنه. اینجا نوشته شب شام محلی، به نظر من غلطه. شما اگه به انگلیسی هم فنگلیش مینویسی شبه، که ما نمینویسیم شبه، هه نداره که، شبه. شام که ما نمینویسیم شامه، شما باید بنویسی شبه ای آخرش، شام ای آخرش، محلی. اوکی. نوشته قیمت بلیط 22.86، اگه این پایین میبینید نوشته 25، برای اینه که $2 خورده هزینه بلیطه. هزینه روی بلیط توی آمریکا معمولی شده، ما هم دیگه یاد گرفتیم نق نزنیم. ولی اگر نمیدونید دوستان، اگه کسی یه جای پول زیادی ازتون میگیره ازش بپرسید خیلی مؤدبانه چرا این مبلغه، اونم براتون توضیح میده. اگه توضیحش قابل قبول بود خب بخرید، اگه نبود میگن بزرگترین جریمه گران فروشان نخریدن است. خب امروز که 11 اکتبر و چهارشنبه است، هفت شب تا 9 شب این گلوس رود یه جایی نزدیک به 495، نزدیک به 66، نزدیک به وینا، نزدیک به مکلین، و اینجا عکس یک برنجی رو انداخته
که ما شیرازی ها به این میگیم استانبولی پلو، دیدم تهرونی ها به این میگن لوبیا پلو. حالا مهم اینه که شما دوست داشته باشی بخوری. و نمیدونم حقیقتش این برنامه شام محلی چیه، البته این نوشته the first one will be on October 11th، یعنی همینجوری که من میگم من تا حالا نبودم، دلیلش هم اینه که اینا تا حالا همچین برنامه‌ای نداشتن. جالب اینه که تا دیروز پیروز نوشته بود اگر رزرو کنید تا یک روز قبلم میتونید رزرو یا تیکتتون رو پس بگیرید. امیدوارم اونایی که میرن امشب اونجا، اینجا نوشته خوزستان پروینس to get a taste of تون پلو. این تون من نمیدونم منظورشون گوشت تون ماهیه یا چی. اتفاقا پریروزا داشتم برای یه دوست آمریکایی صحبت میکردم، از ماجرای قلیه ماهی براش گفتم که این خوراک مخصوص خوزستانه و من چون تو آبادان خوزستان خدمت کردم، تو اهواز خدمت کردم، این خوراک خوبیه، گرمه، میخوری تند و تیز و به قول معروف سینوس مینوسات باز میشه. در صورت اینجوری که اینا نوشتن، این عکسی که انداختن با این زیر نوشته تون پلو، تون ماهیه، تون یه چیزی به عربی خوزستانیه، من نمیدونم. در صورت شماره تلفنشون اینجا نیست ولی آدرسشون هست، توی گلوس رود هست، اسمشون هست IACC و اگه اطلاعات دیگه خواستین تماس بگیرید، همون که گفتم شب شام محلی. و امیدوارم این دوستان فارسی هم بنویسن. شما اینی که برای انگلیسی ها ننوشت، برای آمریکایی ها ننوشتی، که اگه برای آمریکایی ها نوشته بودی مینوشتی مثلا لوکال دینر، شب شام محلی به انگلیسی مینویسی، زیرش هم فارسی مینویسی و الی آخر. خب شام ایرانی رو هم نشون دادم. شما اگه ببینید چقدر قشنگ ردیف اینا رو رفتن پایین، از این بالا دوباره ترامپ آی کیو، این مرد دیوانه فکر میکنه از همم عاقل‌تره. ماجرای هالیوود و اینها گفتم این یه مشکل فرهنگی باید عوض بشه. M&M این پسر آقایی که الان دیگه پسرم نیست، مرد جوانی که شعر خونده، دکتر صادق زیبا کلام. ولی بریم حالا دیگه، گفتیم این آخر کار وقت میدیم به دوستان فیسبوکی، اونها رو هم از خودمون دلخور نکنیم. بریم ببینیم اینجا چی نوشتن. بله، آقای هوشنگ آریانپو نوشتن در سال 58 سه زن تیرباران شدن، یکی پری بلنده، دوم سریا ترکه، سوم اشرف چارچش، به جرم دایر کردن شهر نو و فریب زنانی که عمدتاً رو به یائسگی می‌رفتند هنگامی که شور انقلابی مردم را واداشت تا آتش. بعد آقای آریانپور در این باره نوشتن که دوست گرامی، خاک بر سر ملت بی‌غیرتی که من هم یکی از آنها هستم و 40 سال است جز شعار دادن از راه دور کار دیگری برای نجات این کشور و جلوگیری از تن فروشی زنانش به تنها نه تنها نکرده و انجام نداده ایم، بلکه خودم نیز یکی از آن مشتریان پروپاقرص تن فروشان شده و هر چند وقت بار سفر بسته و برای بهره برداری از آن تن فروشان عازم ایران می شوم. ننگ بر وطن دوستی ما. البته هم من میدونم هم شما میدونید آقای آریانپور از روزی که از ایران آمدن بیرون به ایران بر نگشتن. آقای آریانپور اصلا جزء این حرفا نمیتونن باشن که اینا، ولی ایشون وقتی میگه ما، میخواد دیگه کسی جای شکایت رو به اصطلاح چیز نداشته باشه. ولی حتما شما هم دوستانی دارید که میرن ایران و میان میگن آقا رفتیم بهمون خوش گذشت، عرق نگو، تریاک نگو، نمیدونم دخترها اینجوری اونجوری و الی آخر. بعد همینا توی برنامه‌های مختلف زنگ میزنن آقا پسرها حتی تنفروشی، دخترها تنفروشی. و من خودم یه بار وقتی که یه خانمی زنگ زد به آقای بهکام، اینو بارها گفتم و گفت که 99% جوانهای ایران امروز تنفروشی میکنن، کنار خیابون هستن. بعدم بلافاصله گفت با 99% ایرانی ها صحبت کرده و اونها گفتن رضا پهلوی رو میخوان. من گفتم خب اینجوری که شما میگین این مشتری های رضا پهلوی هستن تو ایران،
که یا تنفروشی میکنن یا مشتری این تنفروشان هستن، و اگه 99% منتظر آقا رضا تنبلن، شما به این زنگ بزنید. چرا به بهکام زنگ میزنید؟ به این زنگ بزنید بگید حسن کچل رضا تنبل بلند شو برو ایران، که هم اون خانمه دومشو گذاشت لای پاش رفت، هم آقای بهکام گفت آقای سوربی من حریف شما نمیشم. گفتم لازم نیست شما حریف من بشی، من نه زور بازو به تو نشون میدم نه قدرت اسلحه، من دارم حقیقت رو میگم و شما حریف من نمیشی چون شما شعار دروغ رو داری تکرار میکنی. خب بریم سراغ فیسبوک. بنده دو تا فیسبوک دارم، یکی به نام خودم، هم با فارسی اسممو نوشتم هم با انگلیسی، هم عکسمو گذاشتم و الی آخر. فیسبوک یعنی این، یعنی شما وقتی رفتی گفتی آقا این سوربی که امروز تو تلویزیون صحبت میکرد همون سوربیه که مدرسه احمدی میمد، شما مینویسی میزنی عکسش مینویسی بله این همونه، البته اون موقع جوان بوده الان اینجوری شده، یا ماکسیمومش یه مسیج میفرستی. حالا بیایم بریم پایین ببینیم این برنامه امروز ما دوستان چی نوشتن. جالبه وقتی که شاید باید اینو بچرخونم که آزاد بشه، وقتی که ما نمیخواستیم کسی چیزی بنویسه اینجا پر بود، حالا امروز که گفتیم هر کی میخواد بنویسه آزاده، ما میایم نگاه میکنیم جواب میدیم. فیسبوک بهتون گفتم دوستان یه مشکلی که داره، وقتی که مینویسه مثلا 4 تا که میاد یه دفعه 3 تاشو قایم میکنه یه دونهشو نشون میده، 20 تا که میاد یه دفعه 16 تاشو میبره اونور 4 تاشو نشون میده، و اینم مشکلاییه که این برنامه‌های مجانی ما کنترلی روش نداریم. ولی زمانی که داشتیم با آقای بهرامی صحبت میکردیم، دوستمون نوشته آقای بهرامی این خواننده منظورش شاهکار بینش پژوه بسیار آدم با دانشی هست، وقتی صداش به دل نمیشینه تکلیف چیه ناگفته نماند. دوست گرامی احتمالاً شما و من هستیم که صداش به دلمون نمیشینه، و الا این کنسرت و سالوناش توسط اینها که توسط ایرانی ها پر میشه فقط برای اون خواننده ایتالیایی؟ نه. همین دوستمون نوشته سوربی هنوز 1 ساعت نشده تصویر 180 درجه کج هست. خب یه نمره منفی به خودت بده، تصویر 90 درجه چرخیده، اگه 180 درجه اینقدر باشه 4 تا 180 درجه احتمالاً دایره شما 720 درجه است، ولی دایره 360، این 1/4 دایره چرخیده و شده میشه 90 درجه. اینم از بریم سراغ نوشته ها. نوشته دیگه ای نیست، دوستمون همین آقا مجید برای من پیام فرستاده روی قسمت شخصی که نمیدونم حالا توی برنامه ها باید پیام های شخصی رو هم خوند یا نه، ولی چون چیز خصوصی نیست میخونم. اینجا نوشته بوده ایشون که he's knowledgeable too، منظور شما کیه؟ بعد نوشته هیز شاه اللهی، منظورتون اون دوستیه که معرفیش کردین. بعد شما نوشتین خشتک مبارکش رو بکش پایین. قربونت برم، مگه ما اومدیم اینجا که خشتک کسی رو پایین بکشیم؟ وقتی برنامه تلویزیونی میذاری اگه خیلی زرنگ باشی شما باید مواظب کلاه خودت و مواظب خشتک خودت باشی، چون خیلی ها همین مرام بد و همین حرف زشتی رو که شما زدی میزنن، میگن بذار برم خشتکشو بیارم پایین یا خشتکشو بکشم رو سرش. سالها پیش یادم میاد یه آقایی به نام شهاب از اروپا زنگ زد، دیوانه‌ای بود، خلچه، و گفت آقای سوربی من به شما اینقدر پول میدم اگه شما بگید مرگ بر این یا بگین مرگ بر اون. گفتم ببین من اگر امروز این پول از شما گرفتم گفتم مرگ بر فلان، فردا یه احمق‌تر از تو زنگ میزنه یه پولی میده میگه بگو مرگ بر شهاب، اون یکی دیگه میگه اینقدر بیشتر بهت میدم اگه بری تو سرش بزنی، یکی دیگه میگه اینقدر بیشتر بهت میدم اگه بری زن و بچه‌شو نمیدونم تو خونش آتیش بزنی، این کاری که شما میکنی زشته. ضمناً شما اینقدر گفتید مرگ بر این مرگ بر اون، این آخوندای احمق نادان جنایتکار اینقدر گفتن مرگ بر آمریکا، چه اتفاقی افتاد؟ چه اتفاقی افتاد؟ شما آقا بیا بگو ما 3 بار گفتیم مرگ بر آمریکا، آمریکا دلارش ارزون شد، تا منم 10 بار بگم.
ولی دلار شده 4038 تومان یا 380 تومان، یه همچین چیزی. این دوستمون آزاد حیدری، من عکسشو اینجا نشون میدم، اگر مایل هست که در برنامه ها بیاد صحبت کنه، قشنگ همینجوری که آقای بهرامی تماس گرفتن از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک، از طریق شماره تلفن، والا ما دیگه نمیدونیم، ما وسیله و امکانات از خدا برای شما بیشتر گذاشتیم. شما میگی خدا بهت میگه شما صبح به اون زودی بلند شو، سرما برو دست روتو بشور، بیا هی دلار راست باشو، هی به من صحبت کن، تازه معلوم نیست حالا من خواب باشم یا بیدار باشم. ما میگیم آقا این تلفن، این ایمیل، این فیسبوک، پیام بذار بیا صحبت کن. و وقتی شما به عنوان مهمون بیای اینجا، من بارها گفتم نظر شما محترمه برای خودت. اینا به ما اشتباه یاد دادن، آقا نظر همه محترمه. نه عزیز من، نظر داعش برای من محترم نیست، ولی داعش میتونه بیاد نظرشو بگه، میتونه بیاد بگه آقا ما امروز به اینجا رسیدیم از بس که این آمریکا به ما ظلم کرد، ما رو تو بیسوادی نگه داشت، بعد یه احمقی به نام بن لادن اومد اینجا با اینا بود، وقتی بهش پول ندادن برعکس اینا شد. اون میتونه بیاد حرف بزنه، ولی منم بلا فاصله میتونم بگم که آقای داعش شما اینقدر بمبستی به خودت منفجر کردی، چی شد؟ چه امکاناتی، آسایشی، رفاهی برای مردم منطقت، مردم کشورت، مردم شهرت درست کردی؟ این معنی و مفهوم تلویزیون مردمه. اجازه بدید من ویدیویی رو که امروز گذاشتم روی چیز به شما نشون بدم روی صفحه مردم تیوی و تشکر کنم از رایان. رایان و ما حسابی گذاشتیم سر کار. نه آقا، کار ما این نیست کسی رو سر کار بذاریم. به نظر میرسه که خودش خیلی مشتاقه و وقتی با ما تماس گرفت و یکم با هم کل کل کردیم و الان رفته، حالا دیگه از دستگاه ادیتینگ کمتیجیا یه قدم هم رفته اون ورتر، رفته سراغ انکودر مایکروسافت. من اینا رو دارم، همش 2 رو دارم، 4 رو دارم، 9 رو دارم و خیلی ممنون. دوستان نگاه کنید، شما الان صفحه مردم تیوی وقتی میاین یه ویدیوی باز میشه به این صورت. این ویدیوها رو بهش اوپنینگ میگن، تیزرم میگن. و اگر ماوستون رو سمت راست این بیارید، اونجایی که بلنگو نشون داده میشه کلیک کنید، موزیکم پخش میشه. موزیکش به نظر من خیلی صداش بالان، به همین خاطر دیسترب شده. حالا من براتون میذارم ببینید، بشنوید. این عکس آخریش خیلی جالبه که یک ایرانی کشیده، وسطش به جای شیر خورشید با شمشیر کج، با شمشیر ذوالفقار علی، با نمیدونم اینها، یک قلب شکسته رو گذاشته تا روزی که به این نتیجه برسن که اون وسط چی بذارن. از اون جالبتر این عکس ها نشون میده بنده با کت و شلوار و کراوات و مرسدس بنز اومدم تو تلویزیون های آمریکای ایرانی. حالا نگاه کنید اون عکس خیلی جالبه، عکسی که مو هم ندارم و دست گذاشتم تو پیشونیم، از دست شما بینندگان چه کنم. توی این عکس ها یه عکسی گذاشته رایان که علامت ویکتوری مثل وی و این پایینه پرچم ایران، حابل بدم نیست، ولی پرچم ایرانی که جمهوری اسلامی گذاشته. دوستان من هنوز نمیدونم برای پرچم چه چیزی باید بذارن. به شیر و خورشید میریم، یه عده‌ای میگن بهشون توهین شده، بهشون زور گفته شده. به پرچم کردا میریم که خورشید و کتاب و گندم، یه عده دیگه ایراد میگیرن. امروز یه جای خوندم که نوشته بود بلوچ‌ها ایرانیان آریایی اصیل هستن. گفتم من حاضرم پول
تمام آزمایش دی ان ای افرادی که حاضرن بیان آزمایش بدن و ما ببینیم یه آزمایشگاهی میاد میگه این آقا، آقای ایکس، آقای ایگرگ، حالا این مجیدینا چون با سوادن اسم دوتا مجیدی ببرم، مجید شماره یک، مجید شماره دو، یا رایان، این آریایی 90%، این اصلا همچین چیزی نیست و یه ویدیو هم یک آزمایشگاه معتبر درست کرده بود فرستاده بود که ایرانی ها که اینو میگن اصلا بیهوده است. دوستان به فید به جای اینکه آریایی باشین بیاین بریم انسان آدم بشین. گفت طرف نوشته بود که مثل پرنده ها پرواز میکنیم، مثل ماهی تو آب میریم، ولی هنوز یاد نگرفتیم مثل آدم انسان باشیم یا مثل انسان آدم باشیم. ممنونم از رایان و این رو هم روی صفحه یوتیوب گذاشتم، ببخشید یوتیوب نه، روی صفحه مردم تیوی گذاشتم و اینه دوستان، اینجا نگاه کنید نوشته مردم تیوی روی فیسبوک و اینجا هم شماره ها هست. ما مثل اون آقای شاهرخ احکامی نمیایم بگیم که چه منبری هم داره، اینجا قشنگ نوشته 8976 تا، همین این هفته مثلا 8 نفر جدید آمدن، اتفاقا علی ترابی هم یکی از این جدیداست و نوشته 923 تای دیگه و پایینش هم نوشته 8815 نفر فالو میکنن، دنبال میکنن. بعد مثلا نوشته این هفته 1565 تا دیگه زمانی شده آقای شاهرخ احکامی. دوست عزیز، شما که دکتر مملکت من هستی، شما که فصلنامه میای چاپ میکنی، شما که اینقدر زحمت میکشی، شما که میای حتی یه طرفشو انگلیسی مینویسی، فکر میکنی جوونا ممکنه بیان؟ عزیز من، از بچتون، از نوتون 4 تا چیزم یاد بگیرید، یه دفعه نیاین صفحه هوشنگ با فکر که 5 نفر دوستش هستن، 2 تاشم شما هستی، یعنی میشه بگی 4 نفر، چون یکیش تکراریه، مینویسی منبر پر نمیدونم فلان. خب این جلو همدیگه بلند میشین، اون وقت خب اونو گفتیم ترامپ آی کیو رو گفتیم، منتظر این هستیم که آی کیو ترامپ معلوم بشه. و اما Are American stupid؟ آیا آمریکایی ها نادان و احمق هستن؟ یه ویدیویی هست، اجازه بدید من بهتون نشون بدم، بیارمش توی این امریکن، آها روی فیسبوک هست، از توی فیسبوک نه اینجا هم هست، بفرم اجازه بدید اینقدر این ماوس ما حساس شده که به قول معروف به طرفتر این بذاری من این صفحه رو ببندم عوض کنم. موزیک آهنگای چیز. و اما بریم روی پلیر 4 و این رو با هم ببینیم و بشنویم، صداش رو هم من باز کنم. البته دیدم که آقای گلن ترشیزی یا همون غلام ترشیزی خودمون نوشته بود که خیلی چیزها رو هم من نمیدونم، پس نمیشه به منم بگید استوپید یا احمق. و باز اینو گفته بود که هرچی بیشتر یاد میگیریم کمتر میدونیم. درسته دیگه، چون هی یاد میگیریم میگی اینو تا امروز نمیدونستم. هرچی بیشتر یاد میگیریم میدونیم که کمتر میدونیم. فارسیش هم که یا ابو علی سینا یا یکی دانشمند دیگه گفته تا به دانجا رسید دانش من که بدانم همین نادانم. یا بفرما این امریکا رو نگاه کنیم با هم، پلیر 4. We'll give Americans a bum rap for being stupid and knowing nothing about the world, but the reality couldn't be further from the truth. As I discovered on the streets here, asking US locals about the very world their country runs. Name a country that begins with U. Yugoslavia? With U, Utah. A country that starts with a U. Utopia. Who's in the coalition of the willing? No freaking idea. Afghanistan, Kuwait, Iraq, Pakistan, you know? New Zealand. What's the religion of Israel? Israeli. Muslim. Islamic. Catholic, probably. What religion are Buddhist monks?
Buddhist monks. Buddhist monks. Islamic, I don't know. Who won the Vietnam War? We did. Wait, were we even in the Vietnam War? Okay, good. Who's Fidel Castro? A singer. How many sides does a triangle have? Damn, four. There's no side. One. What is the currency used in the United States? دوستان این یکی دیگه خیلی جالب بود. میدونید که تریانگل توی انگلیسی یعنی بهش میگن سزاویه یا سزلی، برعکس اون چیزی که ما اسمش رو به عربی بهمون یاد دادن مثلث، از کلمه سلس و سه برابر اینجا میاد. به این میگه سزاویه یا سزلی چند تا زل داره؟ اون یکی میگه نمیدونم، اون یکی میگه 4 تا، اون یکی میگه 5 تا. Kingdom. What's the currency in the United Kingdom? What is it? In the United Kingdom? I don't know. Possibly American money. Queen Elizabeth money? That's all I need. میگه واحد پول United Kingdom چیه؟ انگلستان. یکی میگه نمیدونم، یکی میگه دلار آمریکایی. خب وقتی که انگلستان جزء اون United یوروپ شد، یو ای شده بود به اصطلاح، باید پول اونا هم میشد یورو، ولی اونا میدونستن که آخر جدا میشن و الان هم جدا شدن، پول اونا پاونده و اینا نمیدونن و ندونستن اینا به نظر من خیلی مهم نیست. آخه ما ایرانی هم چون مثلا یک کمی جغرافی میدونیم، یک کمی ریاضی میدونیم، فکر میکنیم از در هوم دیپو که میریم تو همه باید بیان به اون بگن خیلی ممنون که شما میدونی 9 نوتا میشه 81، حالا این چیه رو به جای 100 دلار 81 دلار. اینجوری نیست عزیز من. یه نفر میبینید خیلی هم بی سواد بی دانشه، ولی توی مثلا آجر چیدن خیلی ماهره، استاد آجر چیدنه، استاد جاده درست کردنه. ما معیارایی که یادمون دادن غلطه، باید این معیارا رو بریزیم کنار، با چیزای جدید خودمون رو درست کنیم. در اصل چون این فیلم رو برای من فرستاده بود یه دوستی رو روی فیسبوک گذاشته بودیم، برای شما هم نشون میدیم. من ساکت میشم تا آخر این فیلم، دیگه فکر کنم برنامه ما هم تموم شد. نظرتون رو درباره این که ما در حین برنامه درباره فیسبوک چیزی نگیم و امروز هم اگر گفتیم فقط می‌خواستیم بگیم که فیسبوکی ها آها اون دوست، خدایا چقدر یادمون میره، اون دوستی که بهم گفتم گفت آقا من یه روز رفتم یه فروشگاه ایرانی می‌خواستم با عجله چی بخرم و برم سر کار، نون و نمیدونم پنیر و گردو و چای برداشتم و خیلی خوشحال که این فروشگاه خلوته. گفت اومدم دم صندوق وایسادم، دیدم این آقا داره با یه نفر رو تلفن صحبت میکنه، بعد هی اشاره میکرد که الان قطع میکنم، اون طرف اونور تلفن دوباره یه سوالی میکرد، این حرف میزد و اینها. بعد گفت وقتی تموم شد، گفت آقا این کله منو برد و گوشی رو که گذاشت یه تلفن دیگه زنگ زد، دوباره اون یکی پرسید آقا شما نمیدونم شنبلیله دارید؟ گفت بله. گفت آقا نمیدونم خوراک صدف دارید؟ گفت بله. گفت آقا فردا صبح کله پاچه درست میکنی؟ گفت بله. آدرستون کجاست اینا؟ گفت تا گذاشت یکی دیگه زنگ زد. گفت بهش گفتم ببین آقا اگر میخوای من برگردم اینجا، شما اونی که اینجاست کارشو انجام بده، تلفن بذار بره رو تلفن پیامگیر، وقتی اینجا کسی نیست به اونا زنگ بزن، چون اگه این کارو بکنی منم دیگه نمیام اینجا، منم میشینم از تو آفیس بهت زنگ میزنم، بعد به شما میگم آیا سرویسی داری که برای من دلیوری کنی؟ شما میگی نه، منم گوشی رو قطع میکنم میرم جای دیگه. گو آقای سوربی حالا تو این مثال به من بگو ببینم که تو کی هستی چی هستی. گفتم من اون بقالی هستم، سوپرمارکتی هستم، شمای بیننده اون شخصی هستید که اومدید اینجا، دوستان فیسبوکی افرادی هستن که تلفن میزنن، پس ما اونا رو باید بذاریم وقتی که کسی که از قبل برنامه نذاشتیم باهاش، مثل آقای بهرامی، آقایی که از خلیج فارس صحبت میکنه، آقای انصاری، یا دوشنبه که مهمون داریم، یا جمعه، اتفاقا قرار بود جمعه بیاد، ایشون گفت که من توی تلویزیون دیگه هستم، جمعه و شنبه نه، گفتم دوشنبه بیا، اون وقت میان سراغ فیسبوکی ها. فیسبوکی هم به این وسیله یاد میگیره که آقا من می نویسم از دقیقه 90 با سوربی خواهم بود. دوستان عزیز الان شد 120 دقیقه، 2 ساعت من با شما بودم، از شما ممنونم که شما هم 2 ساعت با ما بودید. لطف کنید یکی یکی پیامی اگه دارید
به وسیله ایمیل، این ایمیل usa.sorbi@gmail.com. اینم براتون روشن کنم. بله، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم یا برنامه خودتون رو داشته باشید یا برنامه های دیگران رو نشون بدید. بعد شماره تلفن ما که هم میتونید تکس بفرستید هم میتونید تلفن بزنید 202-695-2573. و امروز هم چهارشنبه بود، 19 مهر، و اما چون دوستمون درباره برادر شاه صحبت کرد که پولای بیمارستان رو میکشیده بالا، یه دوستی گفت چون شما صحبت کردی، چون پتیک نوشته بود، چون یه دوست دیگه صحبت کرده بود، این شعبون بیمخ یا شعبان جعفری گفته بوده که هر وقت این غلامرضا میومده توی باشگاهش به در و دیوار نگاه میکرده، هر چیز قشنگ و جدیدی که ما گذاشته بودیم اونجا میگرفت، میگفت اینو ببرید بذارید تو ماشین، و اون رانندش و کارگراش اینا میبردن میذاشتن. میگه حتی یه دفعه یه چیزی رو خود شاه هدیه کرده بوده به شعبان جعفری، و این میگه که این چقدر قشنگه، میگه من دیدم الان، میگه اینو بذار تو ماشین، گفتم اینو داداشتون داده، بلکه که بگه خب این چون داداشم داده اینجا باشه، گفت چقدر خوب، پس اینم بذارید تو ماشین. اونم برد، از اینکه خسیس بوده و اینها هیچ حرفی توش نیست. و اگر شما میخواین درباره بخشش و دستبازی این شخص صحبت کنید، تلویزیون مردم در خدمت شماست. دوستان عزیز، روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدارتون جمعه ساعت 12 ظهر یا با دوستان کانون آوا یا با ویدیویی که کانون آوا به شما تقدیم میکنه. جمعه 2 بعد از ظهر سوربی با شما 60 دقیقه یا 90 دقیقه یا 120 دقیقه خواهد بود، و 4 بعد از ظهر هم جمعه آقای حسن ارشاد برنامه 150 هفته رو با شما خواهند داشت، درباره دین بهائیت صحبت میکنه و اینکه چرا بهائیا دروغ میگن و میگن ما نکاری به سیاست داریم و نمیگن ما میخوایم دنیا رو، حکومت دنیا رو بهائی کنیم صحبت میکنه. از شما هم بارها دعوت کرده مهمان برنامهش باشید. روز روزگار بر شما خوش.